خب دوستان عزیز، با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. جمعه هست، ششم ماه آپریل 2018 میلادی و برابر با 17 فروردین ماه 1397. امروز ساعت 3 بعد از ظهر میریم سراغ آقای امیر حسین لادن، که خیلی از دوستان دیدم حتی آقای ارشادم از ایران بهشون اردلان گفت و مثل که من تنها نبودم، چون لابد بیشتر فامیل اردلان رو شنیدیم یا اسم اردلان رو شنیدیم و کمتر لادن. ایشون کتابی دارن به نام خداسالاری و درماندگی که من کلک میزنم وقتی کتاب میخونم، گاهی وقتی گریز میزنم این ور اون ور، البته بعد باعث میشه که دو بار یا سه بار بخونمش، چون میگم این چرا اینجوری شد، برمیگردم عقب. در اصل سوالاتی هست که ایشون لطف کردن، دعوت ما رو قبول کردن که با ما باشند و اونها رو به اصطلاح پاسخ بدن و باز کنن. ساعت 4 بعد از ظهر با آقای حسن ارشاد هستیم. ایشون دو سه روز پیش برای من نوشت که حالش خوب نیست و ممکنه دو سه هفته ای برنامه نداشته باشه. بعد دیروز دیدم گفته بود که حالش بهتر شده، از این بابت خوشحالیم، و گفته بود که برنامه 173 رو درست میکنه، قولش رو انجام، قولی که داده بود بهش انجام، به اصطلاح بهش عمل کرد و برنامه 173 اینجاست. و دوستان میدونید که این خانم نسیم جعفری اقدم، دختر خانم یا بانوی 38-9-40 ساله ای که رفت در مقر دفتر مرکزی به اصطلاح یوتیوب و اونجا تیراندازی کرد، تا دیروز فکر کنم کسی کشته نشده بود، گفتن 3 نفر زخمی شده، حال یکشونم وخیمه. تنها کسی که کشته شده این خودش بوده که بنده خدا حالا یه جورایی هم خودش راحت کرد، فامیلش هم راحت کرد، اینجوری زود میگذره میره، ولی اگر مونده بود حالا دادگاه و پدر و برادر و بیچاره، اونا هم الان توی شرایط مشکلی هستن و حتی مصاحبه که میخواستن انجام بدن، مثلا داداشش گفته بود نمیخواد چهرش شناخته بشه، نشون داده بشه، نمیخواد صداش به اصطلاح صدای چیز عوض، به اصطلاح صدای دیگه گذاشت. خیلی ممنون. سعید میگه looking good. آقای آرام مرادی هم اینجاست. آبودان کاسادق، هلو هلو به شما. هلو هلو هلو. ما از همون وقتا بابا انگلیسیمون خوب بود، خودمون حالیمون نبود، آهنگا یادتونه همش میگو هلو هلو هلو. این یه شعری بود، من که وقتا بچه بودم رفته در سینما با پسرمون، یه فیلمی بود نمیدونم، اومدم از هند اومدم، بعد میگفت من فکر میکردم میگه I came to my، میگفتم خدا این چی میگه، بعد میگفت I came to you darling، نمیدونم ساز میزنم بینگ بینگ، ماچ به من بده، به من بکن یه بی کیس، نصف فارسی نصف انگلیسی. اینا واقعا روزگاری داشتن این هنرپیشان برای خودشون. و جالب اینجا که چقدرم فکر میکنن که ماها بهشون بدهکاریم، یعنی یه فرهنگی رو اینا داخل ایران آوردن که امروز که من و شما رو در جهان میشناسن به خاطر این فرهنگ غنی آقای فردین بکمان وردی، همین اینایی که مردن میگیم. در هر صورت دیروز با یک آقای آمریکایی که صاحب یه شرکتی هست که برای دولت کار میکنه صحبت کردم، اینا تا فهمید ایرانی هستم، گفت که ایرانی ها همشون باهوش هستن. گفتم نه، ما هنرپیشه‌های خوبی هستیم، بلدیم چجوری نقش آدمای باهوش رو بازی کنیم. بعد بهش گفتم که اصلا میشه یه چنین چیزی رو به اصطلاح عمومیت داد، و گفت مثلا فلان کشور آدماش باهوش هستن، فلان کشور تنبل هستن، فلان نه. بعد گفت نه، بر اساس اون چیزی که ما به اصطلاح باهاشون سر کار داریم تو این منطقه، ایرانیایی که هستن معمولا تحصیل کرده هستن و به اصطلاح تو شغلایی که هستن شغلایی هست که احتیاج به هوش و ذکاوت و تمرین و اینا داشت. بمان خب گفتم که 3 بعد از ظهر با آقای امیر حسین لادن هستیم تا درباره این کتاب خدا سالاری و
درماندگی صحبت کنیم. و تشکر میکنم از دوستانی که لطف کردن و حمایت کردن از تلویزیون مردم، از آقای بهرامی ممنونم، از پتیک عزیز ممنونم. و شما هم اگر برنامه ها رو نگاه میکنید، اگر تا امروز حمایت نکردید، به نظر من باید حمایت کنید و این کار درست نیست، این میشه مفتخوری. از حسین آقا دوست خوبمون از اسپانیا پیغام گذاشته، ممنون و متشکرم. ایشون هم وقتی اینجا بود حمایت میکرد، حالا امیدوارم از اسپانیا هم حمایت کنه. البته من خدا هر وقت تماس میگیره دعوت میکنه، میگه اگه اومدی اینجا مهمون من باش. چشم، اگر آمدم من در اون رابطه به یه بار پیامشو میذارم براتون صحبت میکنم. گفتم که یه دوستی داریم، جوونی هست، مراکشی هست و یک بیزینسی داره و به اصطلاح دنبال کوسینر میگرده و حاضر یه مبلغی هم ماهانه به کوسینر بده. این دوستمون از بارسلونا، شهر زیبای اسپانیا، پیام داده که مواظب خودتون باشین، ما یه دوستی داریم، فامیلمون هست و این ترجمه میکنه این به اصطلاح take care of yourself و اینا رو و میگه حواست به خودت باشه، حواست به خودت باشه. اون وقتا تو ایران به صورت تهدید به یه نفر میگفتن مواظب خودت باش، حواست به خودت باش. در هر صورت اینم از این ماجرا و بریم سراغ چیزایی که براتون گذاشتم، جمع کردم و اینجا بهتون نشون بدم. ممنونم از تمام دوستانی که یکی یکی اینا رو میفرستن تا ما بتونیم اینجا 10 تا 10 تا 30 تا 30 تا به شما نشون بدیم. 17 فروردین که امروز هست نوشته که بازگشت مجتبی خامنه ای به ایران، بازداشت سردار آذوق، حواشی سریال پایتخت 5. من نمیدونم اینا دیگه سر سریال و برنامه و اینها همدیگر بازداشت میکنند، بگیر ببند را میندازند. و واقعا همشهری خوب اون آقای حسن آقا یک مقاله ای رو فرستاده، بعد پایین اون مقاله یه ویدیویی هست که درباره خانم جمیله بهروز وثوقی و دیگران صحبت میکنه. البته اون دوستی که این ویدیو رو گرفته، کاش که این حسن آقا اگه دوستش هست بهش بگه که شیرازی ها یه ضرب المثلی دارن، میگن شما اگه میخوای شکر بخوری، قاشق شکرخوری باید همراهت باشه. و این چیه؟ یه ویدیو گرفتی یا گذاشتی تو سینت همینجوری راه میری اینجوری اینجوری؟ من گفتم حالا این چیه؟ این مسته الان میافته، بعد میرم میره با خانم جمیله صحبت میکنه. اینجا با 1000 تا دستگاه دارن، وسیله هایی دارن که شما وقتی میدوی اینو نصب میکنی مثل دست موتور، مثل انجین ماونت، و نمیذاره دوربین تکون بخوره. و خیلی همون که میگم میخواین یه شکری بخورین، میخواین مربا بخورین، قاشق مربا خوری با خودتون داشته باشین. حالا این اصلیش برید پیدا کن. بازگشت مجتبی خامنه‌ای به ایران میگه که با جزئیات بازداشت سردار آذوق در کرمانشاه، بررسی حواشی سریال پایتخت 5 و وضعیت بهایان در ایران. در برنامه آخر هفته 17 فروردین 97 از تلاش حاکمیت برای فیلتر کردن پیام رسان تلگرام، جایگزینی آن با پیام رسان‌های مورد پسند دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و واکنش به آنها خواهیم گفت. نگاهی خواهیم داشت به یک گزارش محرمانه شورای. براتون جالب نیست از موقع این آخونده اومدن تمام مدارک‌های محرمانه دست هممون هست، فوق‌العاده محرمانه دست هممون هست. بعدن میفهمیم اصلا خود اینا رو پخش میکنن که من و شما با خوشحالی مجانی براشون پخش کنیم و هر خبری رو میخوان اول به همون قرم قرم میکنن، آخرم تو چشمون نگاه میکنن به همون میگن قرم ساق. خبرهای محرمانه، اولش هم این آقای نوریزاده شروع کرد که از تو رخت خواب خامنه ای میگفت که نمیدونم پاش آورد این بر پاش آورد اون بر، بعدم میگفت که خامنه ای بوده و آقای رفسنجانی بوده و یه نفر دیگه اینو گفتن. خب یکی هم نبود بگه آخه احمق، اگه خامنه ای بود و رفسنجانی یا یه نفر دیگه میرن سراغش میگن آقا تو چرا رفتی به نوریزاده گفتی؟ ملت عجیبی هستی واقعا، واقعا ملت عجیبی هستی. در صورت ایشون هم گفته که بازگشت این چراغ ما هم دیگه واقعا عمرش تموم شد، حالا ما به زور هی داریم روشن نگهش میداریم ولی به جایی نخواهد رسید.
یه دوستی امروز پیام گذاشته، میگم ما ایرانی ها ملت جالبی هستیم. اولا انانیمس، انانیمس یعنی ناشناس. تلفن برداشته برنامه آقای میبودی بوده، برنامه کسی دیگه بوده، مال امروز بوده، مال 20 سال پیش بوده، مال 10 سال پیش بوده. عزیز من بگو سوربی، من الان داشتم برنامه میبودی رو گوش میدادم ببین چی میگه، یا داشتم ویدیو 10 سال پیش رو نگاه میکردم ببین اینا چی میگفتن. حالا ما به خاطر اینکه شما زحمت کشیدی با تلویزیون مردم که اینقدر راحت تماس گرفتن باهاش تماس گرفتی، این پیام رو پخش میکنی. ولی دوست گرامی، این بی احترامیه که گوشی رو بگیریم جلو رادیو برای یکی دیگه پیام بزن. حالا بازم شما قبلا داشتیم کسایی که بلد نبودن گوشی رو اینجا بگیرن، گوشی رو میکردن یه جای دیگه شون، سر صداهای بدی میومد. ممنونم از شما، پخش کنیم. بفرمایید ببینیم که این دوستمون 2 دقیقه و 17 ثانیه پیام پخش کرده، پیام دیگران رو برای ما ارسال کرده. پیامبرم نیستی. بفرما. من علی تیجی هستون در واشنگتن دی سی، 5 کارشناس مسائل ایران، مایکل پیجن کارشناس انستیتیو هودسون که اداره جلسه را هم اختیار بود، خانم داش تحلیلگر سیاسی از هریتش فاندیشن، مایکل لدین از کارشناسان پرسابقه مسائل ایران، ریچارد گولبرگ افسر. این مایکل لوین همون حرومزاده عقب افتاده ایه که هر روز اینجا تو مجلسه، یه دفعه هم این بیبانی عقش گرفته بود. این خانمه فکر کنم همونی که زنگ میزنه برنامه آقای میبودی رو یک کمی به اصطلاح شور و حال میده. احیانا آقای میبودی هم اگه دستشویی توالت میخواد وقت داشته باشه بره و بیاد. و اما انتقاد پرویز پرستویی از برخورد جمهوری اسلامی با جمیله، بهروز وثوقی، فردین و دیگر هنرمندان. پرویز پرستویی هنرپیشه نامدار سینمای ایران با انتشار ویدیویی از جمیله، رقصنده مشهور ایران پیش از انقلاب اسلامی، از نحوه برخورد جمهوری اسلامی با او و هنرمندان دیگری مانند بهرام بیضایی، بهروز وثوقی، پوری بنایی، فردین، ناصر ملک مطیعی و انتقاد کرد. پرستویی در اینستاگرام خود نوشت هنرمند با مخاطب معنی پیدا می کند و روزگاری این عزیزان، چه آنهایی که در ایران هستند و چه آنهایی که در غربت تو دل مردم جا داشتند و به به و چهچه می شنیدن، کاش رفتاری می کردیم که مملکت خود را رها نکنند و در سرزمین مادریشان بمانند. کاش ما می توانستیم کاری کنیم که کارشان به آوارگی نکشه. اولا این هنرپیشه اینجوری که شما میگی آواره هستن، همه شمایی که تو ایران هستین دلتون میخواد مثل اینا آواره باشن. حتی همین خانم جمیله که صبح بلند میشه با لباس خواب سگشو میاره تو خیابون راه میبره، بعد مردم سلام و علیک و اینها. آقا خانم من نمیدونم، شما حالا 40 سال گذشته، حالا تازه این هنرپیشه خوبمونه، حالا تازه به فکر هنرپیشه ها افتادی؟ بعد آقا این هنرپیشه ها خیلیشون قبل از انقلاب آمریکا بودن، با یکی یکیشون که مصاحبه میکنی خیلیشون قبل از قبل از انقلاب آمریکا و خارج بودن. خیلی از اینها ایرانیان و ایران رو، نه ایرانیان رو آدم میدونستن نه ایران رو کشوری که لیاقت زندگی اینها رو داشته باشه. آقای پرستویی تنها قاضی نرو، میگه تنها میره قاضی برمیگرده راضی. خب حالا بیاین بالاخره هرچی ایشون گفته، بالاخره ایشون هم حق داره، آزاده، ولی بیاین این ویدیو رو تماشا کنید که واقعا آدم نمیدونه فوش بده، گریه کنه. حالا تازه میگه این ویدیو رو هم خود آقای پرویز پرستویی گذاشته. یعنی وقتی که یک هنرمند یا یک هنرپیشه سینما، میبینید این بالا نوشته پرویز پرستویی، خب حالا این ویدیو رو ما روشن میکنیم، شما بشینید نگاه کن. ببخشید من یادم رفت بگم مثل هواپیما که سوار میشین
یک کیسه پلاستیک یا یک کیسه یا یک سطلی داشته باشید، اگه یه وقت دلتون آشوب افتاد، سرتون به قول شیرازی ها سرپرک گرفت، استفراغتون گرفت از این ویدیویی که اینقدر تکون میخوره، داخل اون استفراغ کنید. بفرمایید. سلام خانم جمیله. سلام، حال شما چطور هستی؟ مبارک، عیدت مبارک باشه عزیزم، فداتون بشه. ما هر وقت میبینید به خدا دلمون باز میشه. یعنی من اتا قربون تو، اتا هنرمندا رو من یه جوری ته دل دوست دارم. همون دوتا شما هست که ما بردن گروپای خودم. خدا را شد ان شاء الله که سلامت باشید، سال خوبی داشتید، زنده باشید. سلام، حال شما، شما خوب هستی؟ آقا شما داشتی با خانم جمیله صحبت میکردی، همچی که چشمت افتاد به این خانم جوان دوربین رو ول کردی، خداحافظی یادت رفت، اومدی این و بعد دوست عزیز کجای دنیا یه نفر صبح ور میداره دوربین رو میره تو خیابون با خانما که اینقدر مواظب زیبایی و آرایششون هستن، این بنده خدا اومده سگش رو راه ببره. حالا شما یا همسایشی خبر داری یا دیدیش تو خیابون، بعد تازه باید ازش اجازه بگیری. من میتونم از شما ویدیو بگیرم، من میتونم این ویدیو رو پخش کنم، همه جوری. حالا درسته اینا تو پابلیکن، تو خیابونن، کارمون خرابه. این خانم جمیله، من یادمه چند سال پیش مصاحبه‌ای بود و ازش پرسیدن خانم شما چند سال میرخصی، تا من اومدم که قد شد. چی قد شد؟ درست شد. سلام. تیرانداز یوتیوب روزه قلب گل عشقی اهل سیستان بوده، نه سیستان. تیرانداز یوتیوب روزه قلب اهل چی سیستان، نه سیستان. سیستان چیه؟ این دوستمون آقای پرویز بابایان از بهایا خیلی میدونه. و بله، این خانمی که به اصطلاح درود یا سرود بر همه، درود ورود، باید بگی درود ورود که بفهمیم شما وارد شدی، بعدم که میخوای بری بگو درود خروج که ما بفهمیم شما خارج شد. فرخ عزیز ممنون و متشکرم. این خانم ویدیوهای زیادی ازش هست که میگه رضایی دنیا اومده. انگلیسی، من فکر کردم من چون پیر هستم و پیر اومدم به اصطلاح اومدم اینجا، نتونستم اکسنت اینا رو خوب چی کنم. اتفاقا با یه آقایی که همین دیروز صحبت میکردم، گفتم مثل هنری کیسینجر صحبت میکنی، گفتم آقا من هنوز سرطان مرتان نگرفتم، هنری کیسینجر که الان سالهاست اینجوری حرف میزنه. بمانم، قاطی کردیم. این ویدیو رو صدای مثل صدای گورکنه، گورکنه چیه این دوست خواننده ارمنیمون که خیلی بنده خدا زحمت کشید خواننده بشه، نشد، پولم خیلی خرج کرد، خیلی داد به تلویزیونای مختلف و اینا، نشد. ولی تو کار تعمیرات گیری بوکس، ترانسمیشن ماشین و اینا خیلی وارده، الحمدلله وضعش خوبه. اینجا حتی یه فیلمی ساخت، شیفتید خیلی معروف شد. صداش مثل اونه، نمیدونم چون من خیلی در تشخیص صدا نیستم. بعد با خانم جمیله وقتی صحبت میکردن، گفتن خانم شما سالهای زیادی میرقصی، گفت که منم همسن شماها هستم. چیزی که هست، شماها مدرسه بودین، من اون موقع تو کافه ها میرقصیدم. یعنی اینجوریه. یا مثلا گوگوش، بعضی ها میگن آقا پدر ما گوگوش رو دوست داشت، ما هم دوست داریم، بچه‌مون هم دوست داره. آقا اون موقعی که پدر شما گوگوش رو دوست داشته، پدر شما از گوگوش پیرتر بوده، شما 5 سال از گوگوش مثلا جوانتر بودی. گوگوش فکر کنم 68 سالش باشه، چون یه جا ما گفتیم فکر کنم 70 سالش باشه. همه پریدن بهم، نه جانم، نسیم اهل ارومیه بود. اینو آقای یوسفی میگه. بله، ویدیوی خودش هست که میگه من توی رضایه دنیا آمدم. و بعدم اینجا این خانم نسیم به زور میخواست خودش رو خواننده کنه، خواننده رپ. ما آقای هوشمند عقیلی سالها پیش گفت ما ایرانی ها رپ داشتیم، رپ میخوندیم و رپ یه نوع به خصوصیه، و یه آهنگی رو خوند همه براش کف زدن، دیدن درست میگه.
اون آهنگی هست میگه یک یاری داشتم خیلی دوستش میداشتم میرفتیم با هم به صحرا. این رپ بوده اون زمان، ولی ما اسم رپ رو براش بلد نبودیم. حالا این خانمه میخواد به زور آهنگ بخونه، بعد میخواد به همه هم تلقین کنه که من از همه بهترم هنر پیشگی. گفتم من 5 سال پیش بالاخره درستم گفت بودم، خودش بود و ویدیو میفرستاد اینجا. اون موقع هنوز مزه پول یوتیوب زیر به اصطلاح دندوناش نرفته بود. بعد یه روزی گفت که ما دیگه تصمیم گرفتیم روی یوتیوب بذاریم و ببینید یوتیوب بیچارش کرد، زندگی خودشو چند نفر رو اینجوری خراب کرد، خانوادش هم حالا اون مرد رفت کشته شد، خودشو کشت، خانوادش تا سالهای سال اینجا باید به اصطلاح شمادت و سرکوفت مردم رو تحمل کنه. خب بذارید من این زیر این رو روشن کنم براتون تا بچرخه. گفت بچرخ تا بچرخه. برنامه آقای حسن ارشاد رو گفتم، 173 برنامه. و اتفاقا توی برنامه آقای ارشاد ایشون راجع به همین آقای امیر حسین لادن و برنامه‌ای که با ما داشتن و اون دوست بهاییمون که نوشت که بابا اصلا این مشروطه هم به اصطلاح مدیون بهاییت، اصلا یعنی هیچی، شما همه رو ول کن، همه ما مدیون این بهایی هست. عجب اینایی که میرن دنبال یه دین خودشون که اسیر میشن هیچ حاضر نیستن یه نفرم آزاد باشه. ببخشید اینو میگم، ما دیدید شوخی میکنیم تو بعضی جاها به طرف بگیم زن نداری، میگه نه، میگیم آقا زن بگی فلان اینا، میگه چرا، میگیم خب نمیشه، این عادلانه نیست، ما همه اسیر باشیم تو نباشیم. حالا هممون هم دلمون میخواد از این اسیریا دو سه تا باشه، بیشتر باشه. اینم هم همین جوره. این باهایی هم خودشون رفتید آقا یه مذهبی، تو آقای ارشاد تو برنامهش میگه، میگه شما که میانی به یکی پیله میکنید بهش بگید که تمام مدارک اینو رفتید دیدی، از تمام پیچ و خم زندگیش خبر داری، بعد میان با اطلاع به اون ناراحتی ها بهش میگید. اگه بیان، من یادم، من هوابرد شیراز که بودم، یکی از میدونی دوستای کلیمی تو شیراز خیلی زیاده، یکی از این دوستای کلیمی به من میگفت که چون هم اون هم من به خاطر که هیکلمون خوب بود و اینا آورده بودن هوا برد، بعد میگفت که بیا بریم اسرائیل، یعنی اینا ریکروت میکنن، ریکروت یعنی چی میگن، عضوپذیری، حالا عضوپذیری هم نه، کلک زدن و گرفتن. و بهش گفتم نه بابا برمون کن. بعد میگه نه آقا اونجا بازنشستگیش خوبه. گفتم آقا من و تو الان 19 سالمونه 20 ساله، تو از حالا به فکر بازنشستگی هستی؟ ماشاءالله این دوستان کلیمی ببین چقدر آخر و عاقبت رو در نظر میگیرن. از 20 سالگی به فکر این بود که بره اسرائیل، چون بازنشستگی اونجا تضمین هست و گارانتی. این فیلمو بازم بهتون نشون بدم، سرتون درد نگرفت. ایشون دوباره راه میفته و جالبه، میگه ما شما هنرمندا رو ته دلمون دوست داریم، ما از صمیم قلب شنیده بودیم، ولی اینجا چون آمریکایی‌ها میگن from bottom of my heart، یعنی از ته قلب، بعضی وقتا هم اشتباهی ماها خارجی‌ها یه دفعه میگیم from from heart of my bottom. سلام خانم جمیله. سلام، حال شما چطور هستی؟ عیدت مبارک باشه عزیزم. عیدتون، عیدت چیه؟ بله خب بریم ببینیم چه خبر. احتمالا همونجور که گفتم همسایه هست، ایشونو میشناسه که اینقدر باهاش خودمونی. عیدت مبارک باشه سوربی جان. سلام، من آمدم برنامه شما، منم خانمی که گفتی بهایی است، اگر مسلم بوده نمیدونم، یه جوری نوشته شما قابل خوندن نیست. در هر صورت تا اونجایی که من میدونم این خانم حتی ویدیوهایی در باره بهایی و تبلیغ بهایی داره و توی صحبتاش هم میگه که ایرانی ها چنین و چنان.
بعد میگه که ایرانی‌ها به سگ که میرسن میگن نجسه، به بهایی که میرسن میگن نجسه. و حالا من برای شما یه لینکی میفرستم که اینو دوستان فرستاده بودن، بتونید بخونید و یعنی بتونید ببینید ویدیوهاشو. و الان زیاد شده این چند روز گذشته، اولا از امید دانا و نادان گرفته تا دیگران، هی تفسیر درباره این خانم که حالا بدبخت دیگه کشته شده و خودشو کشته و رفته صحبت میکنه. و ما میدونید دیگه، معروفه، میگیم که ما آدمای سودجویی هستیم، منتظر یه نفر هستیم که مرده باشه تو خیابون، بیایم دندون طلاشو در بیاریم ببریم بفروشیم. و اما بریم ببینیم که اینجا براتون چی گذاشتم. پیام اون خانمم هم روشی که پخش کردن درست نبوده و اینها بماند. این ویدیویی هم که یا نوشته ای رو که از خانم جمیله و اینها فرستاده و دوستمون حسن آقا پخش کردیم. و اما یه دوستی به من گفت شما اون روز در برنامه‌تون درباره ژاپن و چین صحبت کردید که چهار راه‌هاشون اینجوریه و ماشینه ببر. ما واقعا اینجا تو قرمز میریم، یعنی قرمزی که میرسیم وای میسیم، سبز که میشه اینجوری میکنیم وای میسیم برای عابر پیاده، بعد که قرمز میشه دوباره تا این میخواد جنب بشه ما میریم. حقیقتا هممون داریم کار غیرقانونی انجام میدیم. و من نمیدونم اینجا که میخواد دنیا رو درست کنه، خیابوناش که اینقدر افتضاح، بهتون گفتم داری رانندگی میکنی یه دفعه یه چیزی میگه تق، همه برمیگردن نگاه میکنن میبینن نه آقا هیچی نبوده، این سوراخایی که برای کارهای تعمیر و فلان اینها گذاشتن اینجوری. من اون روز یه چیزی دیدم توی واشنگتن، من اینجوری وایساده بودم، یه کامیونی از اون برداشت میمد، این کامیونه وقتی رسید وسط چهارراه زد ترمز، یه آهنی که رو زمین بود حرکت کرد. این آهنا رو میندازن وقتی که جایی رو میکنن برای که به اصطلاح ماشین نیفته توش و فعلا عبور مرور کنن، آهن میندازن. اولا این آهنا، صفای آهن کلفت یه اینچی، اینا قانون داره توی فصل سرما و زمستون نباید اینا رو بندازن، چون یخ میزنه ماشین روش که میرسه ترمز میزنه میپیچه این ور اون ور، و فقط توی یک فصل معینی. قربونش برم این واشنگتن، قربونش برم چی، قربون خودشون برن، این واشنگتن اصلا قانون نداره، به خاطر همین بهش میگن لیتل آفریقا، یعنی آفریقای کوچیک. حالا آفریقا معروفیش مال این جانورای زیادیه، والله همون جانورا فکر کنم بهتر از ما قانونمندن. اینا اتفاقا با یه دوستی کلکل میکردیم، گفت من یه چند روزه که حالم خوب نیست و اینا، گفتم آقا اینجا اصلا نگاه کنید، این خانمه از تو سی ان ان تا حالا سه بار مریض بد شده، چشماش قرمز شده، گلوش ریخته به هم، فکر کنم این مرض ترامپ اومده اینجا، خدا کنه مرض جنسی نباشه، به همه این مریضی رو داده، ورش داریم به یه سلام و صلواتی بفرستنش بره نیویورک. یادم سالها پیش نصیبی اومده بود اینجا و یه تابلوی دستش بود، رو تابلوه نوشته بود من از تگزاس آمدم تا جورج بوش رو بردارم ببرم اونجا، و همه دورش بودن هی میگفتن پلیز دوستو، یعنی لطفاً این کار رو انجام بده. اینم از این ماجرا. ببینم براتون دیگه چی گذاشتم. آها، راجع به ژاپن و اینها، این دوستمون این ویدیو رو فرستاده، میخواین حالا چون جمعه هست و جمعه ها جمعه بازار هست، جمعه ها روز میدیا هست، روز رسانه هست، ما این فیلمو به شما نشون بدیم. ترجمه زیرشم، یعنی زیرنویس انگلیسیشم همون، حالا برسم براتون میگم، نرسم هم خود شما انگلیسیتون ماشاءالله از من بهتره. بریم روی این کامرا و این رو شروع کنیم. میگه که دنیا میتونه خیلی چیزا از ژاپن و چین یاد بگیره. ببینیم چه چیزایی. میگه دو تا کشوری که خیلی چیزای مثبت دارن و اینها، یعنی کارهایی که انجام دادن inspiring، یعنی مثل آدم رو تشویق میکنه، یا چی میگن، آره خیلی نمیخواد دیگه تو فکر لغت بلغش کنی، میگه کارهای خوبی کردن که دنیا باید ازشون یاد بگیره. همینی که من بله میگه امروز اینو خوندم که ژاپن قطاراش همه سر وقت هستن. میگه دانش آموزا
مدارس خودش رو خودش تمیز میکنه که هم دیسیپلین یاد بگیرن، انضباط و هم مسئولیت و هم تیم ورک، همکاری با هم دیگه. میگه که ژاپن سیستمی که برای دوچرخه، یعنی برای پارکینگ و این منظم بودنشون، اینها ژاپن have better and well organized parking system، یه سیستم خیلی مرتب و روبه راهی داره. میبینید دوچرخه رو میذارن اونجا، حالا ببینید دوچرخه چی میشه. حالا اینو داشته باشید، همین دیروز یک آقایی دور زد که بره تو پارکینگ. الان اینجا مسئولای پارکینگ و رانند تاکسی ها و اینا همه آفریقایی هست. بعد اون مرده گفت که نه جا نداریم. بعد منم گفتم خب جا نداری منم دور بزنم، ولی ما چون ماشینمون ماشین درست حسابی بود، گفت نه اگه تو میخوای بیبرو پارک کن. این حالا میخوام اونجا نوشته ویل ارگانایز، میخوام بهتون بگم که توی آمریکا چجوریه. اینجا نوشته که این جاده توی زلزله 2011 اینجوری خراب شد. ضمناً پریروز یا دیروز یه زلزله‌ای در کالیفرنیا اومد نزدیک به 6 ریشتر، ولی تلفات جانی و مالی و اینها نداشته، چون الان سالهاست ساختمان‌های جدید کالیفرنیا و اینا رو یه جوری می‌سازن، فکر کنم که تا 8، حتی بعضی جاها شنیدم میگه تا 11 ریشتر یا 12 ریشتر رو تحمل کنه. زیرش بیرینگ هست، یعنی زیرش مثل ساچمو اینا هست که این تکون میخوره نریزه پایین. میگه این سال 2011 این جاده خراب شد. It was fixed in just one week. میگه توی یه هفته درستش کردن. یه کمی به نظرم میاد اغراق هم هست، ولی خب همه چیز امکان داره. میگه که Japan is investing heavily in vertical farming to feed its population. میگه که ژاپن سرمایه گذاری سنگینی انجام داده توی مزارع عمودی یا باغهای عمودی که به اصطلاح بتونه این جمعیتش رو خوراک بده. و من یادم از قدیم میگفتن تو ژاپن بالکونیا سبزیایی دارن که می روزانه میخورن، و اینجا الان رسمه، فکر کنم واپیانو چیه، وقتی میری سر میزت اصلا یک حسین های گلی، گل که نه سبزی هست، از همون مثل ترخونی و ریحون و فلان اینا میچینی و میخوری با خوراکت. حالا اینجا میگه که دیدید دوستان ایمیل هایی میفرستن که مثلا نماینده های ایران خوابیدن، و من بهشون میگم بابا همینجا شما زورا بیاین ببینید چه خبره. نماینده مجلس اومده بیرون، یه ساندویچ گرفته دستش، نشسته رو پله ها، کفش هم در آورده، پاشو دراز کرده و از وقتا داره چرت میزنه. میگه sleeping at work in Japan is sign of confidence. میگه خوابیدن در محل کار نشانه اعتماد به نفسه. And it shows you are indispensable to the company. یعنی نشون میده که این کمپانی به اصطلاح به شما احتیاج داره، و شما به خاطر حالا که داری میخوابی و میخوای ریفرش بشی، اینجا میگن پاور نپ. زورا بعض وقتا حتی ما شنیدیم که یه جای کمپانی های خوب آمریکایی مثل گوگل و اینا یه چیزایی مثل گهواره دارن که بهش میگن چی؟ خدای اسمی یاد رفته، یا مثل ننو میرن توش میخوابن استراحت میکنن. میگه که تو سال 2014 افراد هوملس و بی خانمان در توکیو رسیدن به حداقل رکورد خودشون. یعنی باز نشون میده که دوستان در ژاپن هم افراد بی خانمان و کنار خیابون به خواب هست. میگه که فقط 1697 تا بی خانمان
یا مردم بی خانمان هست که با 13 میلیون جمعیت 1697 قابل مقایسه نیست اصلا، یعنی درصد کمی میشه. میگه که ژاپن بالاترین این لایف اکسپکتنسی مال موقعی میشه که مثلا اون وقتا همه 40 سالگی میمردن، حالا تو آمریکا 60 خورده ایه، بعضی جاها 70، بعضی جاها حتی رو 90 و اینا هست، جاهایی که خیلی سالمن نه. ولی میگه که این به اصطلاح اوریج سن و اینایی که زنده میمونن و اینها 83 و 59 درصد. حالا بگو 84 رو نترس. در اصل این ویدیو یه مقداری هم طولانیه، یعنی حدود 5 دقیقه است. بذارید، میگه که جزیره اوکیناوا از هلتیست، یعنی از لحاظ سلامتی به اصطلاح سالمترین جزیره است. اجازه بدید من ببینم که این دوستمون چی نوشته. میگن که درباره دختری که صحبت کردی، بله ایشون بهاییه، خب اونو میگم، مثلا خود دختره میگه که بهایی هست و اینا، ایرادم میگیره. بعد میگه که چرا دین بهاییت نگفته که گوشتخواری بده. اتفاقا این دوستمون که اون روزم فرستاده بود که مشروعیت رو به اصطلاح مشروطه رو بهایی ها درست کردن، اینها برای ما فرستاده بود که حتی این گوشتخواری و اینها رو هم بها و بهالا و باب و اینا لابد در مورد صحبت کردن. دوستان عزیز بریم اندی آگهیشو ببینیم، چند تاش مال گذشته است ولی یه چند تا برنامه آینده داره. اگر جاهایی هستید که میتونید، وقت دارید، دوستاتون هستن، مهمون هستن، اینها برید ببینید. با هم میریم اینجا پلیر 3 و میشنویم اندی را. بزرگترین و پرشکوه‌ترین تور نوروزی 1397 برای اولین بار، تور جهانی بی‌قرار 2018، اجرای کامل آلبوم استثنائی بی‌قرار با نام پر افتخار موزیک پاپ ایران در صحنه های بین المللی. اندی دهم مارچ نیویورک، 16 مارچ سیاتل، 17 مارچ ونکوور، 20 مارچ لندن، 21 مارچ دوبی، 22 مارچ استانبول، 24 مارچ ایروان، 26 مارچ تبریز، 28 مارچ قبرس، 30 مارچ آنتالیا، 20 آوریل شیکاگو. برای اطلاعات بیشتر می توانید به صفحه فیسبوک اندی مدادیان آفیشیال یا صفحه اینستاگرام اندی موزیک وان مراجعه کنید. خب بسیار عالی. و دوستمون آقای اکبری نوشته هیچ جای دنیا از نظر قواعد رانندگی مثل آلمان نیست، واقعا کارشون درسته. بذار من برات بگم، سال 84 ما آمدیم اونجا و خب شب وای میسادیم، خوابمون نمیبرد دیگه، خیابونا رو نگاه میکردیم و میدیدم طرف میاد، اون ور ماشین نیست، ولی اینجا قرمزه. اون وقت هم فکر نمیکنم این سیستمای کامپیوتری بود که اگه ماشین نمیمد همش این ور سبز میشد و اینها. و تازه هم موقع دوستان تو آلمان میگفتن که او آمریکا یه سیستمی داره زیر زمین ماشین اینجوری و چند هستم راست میگن. نگاه کنید راستی پشت این خطا وایسی دلیل داره، چون اون سیستمه پشت خط کار میکنه. اگه از خط برید اونور این نمیفهمه شما میخواین بپیچید سمت چپ، مگر اینکه شانس بیاری یه نفر دیگه بیاد اون وایسه و تصادفا شما برید. این استاپ لاین که میگن برای اینه که این سنسورا یا کلیدایی که این زیر هست، حالا کلیدم نه دکمه خاموش روشن، میفهمه ماشین وایساده، اون چراغ رو قرمز میکنه اینا. ما وای میسادیم بیرون رو نگاه میکردیم و گفتم من نمیفهمم اینا که خب اون وقتی ماشین نمیاد چرا نمیره. بعدن دیدم بابا جون درستش همینه، اگر این الان بره بعد اونی که میخواد تو سبز بره اون اطمینان نداره، مثل ما الان تو آمریکا. اینجا سبزم که میشه ما وای میسیم یه نگاه اینور اونور میکنیم، یه کسی در حال خوردن ساندویچ، در حال نوشیدن، این روزا که قربونش برم همشون در حال کشیدن قلیون، بعضی از این قلیون ها ویده، یعنی حشیش و نمیدونم ماریجوانا و اینا.
بعد با احتیاط ما تو سبز میریم، اونی که تو قرمز میره بی خیال حی مس، ما که طوریمون نیست سالمی با احتیاط میریم. و ماجرای آلمان، دو سال پیش که من رفتم آلمان یه ماشین کرایه کردم و همچینم خوب نبود، مخصوصا این دوستانی که همسایه خودمون بودن، ترکا و اینها، اون شهرهایی که نزدیک کارخونه های اوپل و اینها هست که اینا هنوز اونجا کار میکنن، یا بیا برو آفنباخ و اینا که بچه هاشون اونجا بزرگ شدن، بچه ها هم از پدر مادر یاد میگیرن رانندگی. ما یه همسایه داریم، این دختر خیلی بد تند رانندگی میکنه. اون روز به خانم گفتم اصلا این خیلی خطرناکه، گفت خب تو نگاهی مامانش رو نگاهی باباش هم بکن ببین اونام چجوری رانندگی میکنه. دیدم راست میگه. ولی از اینکه رانندگی و اینها، اون وقت همون آلمان وقتی که از هتل آمدیم و خانه و زندگی پیدا کردیم و تلویزیون خودمون، میدیدم اه تو آلمان آموزش رانندگی میده. گفت اینا که انقدر قشنگ رانندگی میکنن چرا باز بهشون آموزش میدن؟ بعد دیدم این آموزش و پرورشه، همین جوری باید آموزش بدن، همین جوری با این بزرگ بشی. این دین ها اگر موندن دلیلشون اینه که نمیگه هفته یه بار یه نماز بخون اگه دلت خواست، اگه نخواستی میگی صبح بخون، ظهر بخون، شب بخون، جمعه بار بیشترش بخون، اینجوری داره تداوم. ولی ما نداریم. اتفاقا امروز من این سوالاتی رو که اینجا نوشتم و علاماتی گذاشتم، خیلی ممنون این آقای لادن وقتی این کتاب رو لطف کرد فرستاد، اینایی که میذاشیم لای کتاب چی میگفتیم؟ چند تا از اینا رو فرستاده که آدم وقتی داره میخونه ببینیم. مثلا من راجع به این بخش آخری کتاب چهارم چگونه میتوانیم باشیم از ایشون سوال میکنم، یا بعد اینجاش چه باید کرد و اینها. و این اصلا یه فلسفه ای هست. و دوستان وقتی بهتون میگم ببینید من نوشتم گذاشتم اینجا که بتونم چیکار کنم بخونم، یعنی منی که میدونم سوالم چیه، کتابه چیه، این الان چند هفته کتاب دست منه، ولی باز باید بنویسم. دوستی که بخواد پیام بذاره باید بنویسه من در چه موردی میخوام صحبت کنم. Hello Mr. Stolby, how are you? Hope everything goes well. I was watching Mr. Laden Wednesday. Very true. میگه که سلام آقای سوربی، اوضاع و احوال چطوره؟ امیدوارم همه چیز خوب باشه. من چهارشنبه برنامه آقای لادن رو نگاه کردم و همه very true، یعنی خیلی حقیقت و هر چی میگو، نه هر چی ببخشید، چیزایی که میگو خیلی حقیقت داره. آقای جست فینیشت بود، میگه من یه کتابی رو تموم کردم که آقای دکتر نهاوندی نوشته بوده، نه خیلی وقت پیش، درباره محمد رضا پهلوی آخرین پادشاه ایران. About what happened to Shah when he was in exile. میگه که چه اتفاقاتی افتاد وقتی که شاه در تبعید بود. شاه در تبعید نبود، شاه مثل خیلی از من و شما، حالا اگه نمیخوایم بگیم فرار کرده، مهاجرت کرد. تبعید کسیه که مثلا خمینی بهش گفته باشه تو بلند شو برو، خمینی تبعید بوده، شاه تبعید نبود. حالا اگه خود تبعیدی میخواین بگین که یه چیز غلطی هست، مگر کسی دیوانه است که خودش رو تبعید کنه؟ شاه مهاجرت کرده بود. شاه اول اومد گفت میخوام برم مریضیم و چی کنم و حالم خوب بشه برمیگردم اینا، دفعه قبلم هم همین کاری کرده بود و این دفعه مهاجرت کرد. حالا دیگه چه جداستانی شد بماند. در اصل این کلمه اکسایل که تبعید هست اصلا درست نیست. اینجا در رموچن بود تو کتابش آقای نهاوندی توضیح میده که چه قرار بوده، چه کارهای انجام بدن اگه شاه رو بگیرن. میگه his sister wife and رضا قطبی and some other، برای خواهرش و زنش و رضا قطبی و اینها داشته میگفته. What I never had read before about him just نهاوندی بود. میگه چیزی که قبلا نخونده بودم و توی کتاب نهاوندی دیدم و این روش به اصطلاح ناخوشایند، دلخراش و unbelievable، یعنی غیر قابل باور. حالا میگه یک عکسی هم از اون صفحه گرفتم براتون فرستادم. میگه شما باور میکنی؟ بله، چون من شنیده بودم و حتی من 5 سال بعد از انقلاب تو ایران بودم و اصلا هر روز رادیو تلویزیون میگفت که اگه شاه رو بدن تحویل و یا بگیریم و اینا میاریم توی قفس میکنیم و میچرخونیم تو خیابونا و اینها.
و اگه خداییش فکر کنی این دیکتاتورها هر کدام همین بلاها رو به سر قبلی میارن. و صدام رو شما نگاه کنی، قذافی رو نگاه کنی، کشورهای دیگه داستانهای اینجوری داشتن که میگیرن میزنن، پدرشون رو در میارن، چیاشون رو مصادره میکنن. و این ماجرا است که وقتی یک کسی با زور و اسلحه میاد سر کار اینجوری میشه. این عکسی هم که ایشون گذاشته بذارید من نشون بدم بهتون، اوپن ببینم چی نوشته. بله، دوربینتون رو سعی کنید نزدیکتر ببرید که تمام صفحه دوربین بشه اون چیزی که فقط میخواین نشون بدید، مخصوصا نوشته. چون برای نوشته اگر درست نزدیک نباشه، بعد که ما اینجا نشون میدیم میشه مثل روزنامه، دیدین دونه دونه میشه، نقطه نقطه میشه یا پیکسل پیکسل میشه. البته بازم اینجا میشه خوندش. میگه که به قاهره برود، ساعت جواب داد شما، سادات جواب داد شما نگران مثل باشید، به فکر گروگان اینها باشید، من شاه را میخواهم، او را زنده میخواهم. تمام کوشش های کارتر برای تحویل شاه به حکومت تهران با چیز به اصطلاح با روبرو شد با من، حالا که اعلام میکنه که توفیق او قطعی است، حتی قفسی هم ساخته شده که وی را در آن قرار دهند و در شهر بگردانند. بله، شما داستان کریم خان زند رو بخونید، این محمد چیز قاجار سرش رو میبرن میذاره رو پله‌ای که هر روز رد میشه و اینها، که حالا بعد برداشتن و آوردن و تمیز کردن و اونجا تو موزه پارس شیراز به اصطلاح براش مقبره ساختن. و از آدمای دیکتاتور، از آدمای زورگو هر چی بگی برمیاد. فقط اونایی که دموکرات هستن مثل اون آقای کی بود مال ماندلا، اون وقتی میاد اونایی رو که زندانبانش بودن، اونایی رو که احتمالاً شکنجه دادن، اینا رو میبخشه، حتی میذاره سر کار و میگه اگه اینا رو ما بیکار کنیم همین اتفاقی میفته که الان تو عراق با نادانی جورج بوش ارتش عراق رو منحل کرد، تمام ارتشیای عراق رفتن از آیسیس و القاعده و نمیدونم طالبان و هر جایی که میتونستن، چون تنها کاری که بلده آدم کشیه. میگه آقا اینا دیگه حقوق من نمیدن، تو میخوای بلد آدم بکشم؟ یه نفر زنگ زد به من گفت که مستر سوربی، من شنیدم امرخ این گروه ایتالیایی مال نیویورک میاد، شما براشون کار میکنی. این براشون کار میکنی؟ من به شوخی میگم هلپر مثل پادوک. اونا میگن نه، شما پرودوسر اسیستنت هستین، شما کمک تهیه کننده هستین. میگم ببین هر چی دلت میخواد بگو، شما پولو بده. بعد گفت که خیلی خوبه که شما تو کار مدیا هستی، همه چیو میدونی و همه کاری هم انجام میدی. گفتم نه نه نه، همه کاری انجام نمیدم. و اونم خندید گفت نه بابا، من که نمیخوام کسی رو بکشی. گفتم حالا اگه کسی هم خواستی بکشیم قیمتشو درست بدی، ممکنه ما هم قلقلق بشیم. در اصل اینم ماجرایی که اگه یه وقت شما هم خواستیم بیان واشنگتن، من یک آگهی زدم توی کریگلیست، نوشتم که میتونید من رو به عنوان راننده و گاید راهنما استخدام کنید، ساعتی 30 دلار، مینیمم هم 10 ساعت، یه روز 300 دلار، و من اون وقت ماشینم رو مجانی در اختیارتون میذارم. حالا چرا این کار کردم؟ غیر قانونیه که شما ماشین شخصی تو به کسی کرایه بدی یا به عنوان استخدام براشون باشی. و چون من تو کار این ماشین و کامیون و قانون و ویدات و اینها یه مقداری کار بیمه بودم، دفتر بیمه داشتم، اینا رو میدونم. ولی میدونم که از این ور ما میریم واشنگتن، میگه که شما 50 دلار بده این شکلاتو بخر. حالا مثلا فکر کنی این شکلات قوی، این شکلاتو بخر، ما یه بسته بهت کادو میدیم، اون بسته ماریجواناست، میاره دم در بهت میده. یعنی شما میگی ما این پول شکلات رو گرفتیم، ما که ماریجوانا بهت نفروختیم که. این کلاه شرعیه، این حماقت دولت میرسونه که میگه خریدش آزاد، نمیدونم فروشش آزاده، خریدش ممنوعه. مثل سکس تو کانادا اینجوریه. در هر صورت خیلی اوضاع خرابه، اصلا دنیا وضعش خرابه. راجع به سکس و وضع دنیا خرابه بذارید بعد از این براتون میگم.
کاروان رقص و طرب نوروزی پرژن پرید که آقای کی این کار میکنه؟ آقای مهدی تبریزی مهدیزاده، و ما هم این عکس رو اینجا داریم. تنبلیمون اومده تا حالا دو قسمتش نکردیم، بالا و پایین. هی باید هر روز که نشون میدیم همون روز یه عکس از بالا بگیریم یه عکس از پایین. این هم از این ماجرا. اجازه بدین، آدم تنبل معمولا کارا رو دوبار سه بار انجام میده. اونایی که تنبل زرنگ هستن یه بار انجام میدن، درست انجام میدن که دیگه نخوان همون کار رو دوباره و سه باره و اینها زحمت بکشن یا انجام بدن. بذارید من اینو براتون کپچر کنم. کپچر کردن یعنی گرفتن، به دست آوردن. اینجاست. بله، ببینید، کاروان رقص طرب نوروزی، یک سفر به یادماندنی برای شرکت در جشن نوروزی نیویورک مملو از شور و هیجان، 15 آپریل 2018، 26 دلار از هر طرف و با شرکت در جشن نوروز و حضور پرشور شاد در رژه نوروزی نیویورک به قدرت، شکوه و اعتبار جامعه ایرانی آمریکایی بیفزایید. تیچر یونیورسیتی مقدمتان را گرامی می‌دارد. از اینجا 6 صبح حرکت می‌کنند، از اینجا به مریلند، از اونجا 6 عصر برمیگردند. و بذارید قسمت پایینش هم که شماره تلفن‌ها هست یا ایمیل بهتون نشون بدم، شماره تلفنشون هست 202 680 0456، 202 680 0456. ایمیلشون هست tu26gg@gmail.com. این از این. و اما من این کتاب به اصطلاح خداسالاری و درماندگی و این گفتار به چی بهش میگن چیز اندیشکده رو گذاشتم اینجا که نشون بدم، ولی بهتره که وقتی با آقای امیر حسین لادن صحبت میکنیم اینا رو استفاده کنیم. دوستان، شما هم میتونید در تلویزیون مردم هم برنامه داشته باشید، شما هم میتونید از خدمات سرویس مردم استفاده کنید، آگهی خود را به دیگران برسونید، خبر بدید. و خرید، فروش یا معاوضه اتومبیل والنتاین در خدمت شماست. آقای بیژن جعفری و همکارانشون، اتفاقا اون روز بهش گفتم بی بریم نهار بخوریم، گفت نه، آخر ماه هست و باید بریم. معمولا آخر ماه ما خریدار و اینا میان، باید ازشون تیکر کنید. یعنی قید نهارش هم زد ولی رفت که تیکر کردن، یعنی چی میگن سرویس خوبی ارائه بدن از اون به خریداران و به مشتریاشون کلا. و شماره تلفنشون هست 301 735 55 53. اگر هم مشکلی در تماس گرفتن با این دوستان داشتید، با من که تماس بگیرید، ما کاری میکنیم که ارتباط شما برقرار بشه. آقای اکبری نوشته بعد از چند سال رفتم شیراز سر فلکه ستاد، ساعت 11 شب پشت چراغ قرمز وایسادم، ملت پشت سرم بوق میزدن و فوش میدادن، به من میگفتن کلومی. کلومی تو آمریکا میگن ردنک، شما تهرونی ها من نمیدونم چی میگین، ولی کلومی شیرازی ها میگفتن به دهاتی ها. منظورشون هم این بود که اینا چون توی فارم، توی مزرعه زندگی میکنن و توالت نیست و آفتابه نیست و اینها، کلوم این تیکای گلیه که به هم چسبیده، اینا مجبورن خودشون رو با کلوم پاک کنن، یعنی با گل فکر کنم اینجوری بود. حالا اگه آقای اکبری چیز دیگه این میدونه بگید. خیلی ممنون خانم لیلا بیگلو، وقت بخیر. آقای سوربی، وقت شما هم بخیر. خوشحالم که شما این رو به نحو احسن استفاده میکنید، چون بعضی ها حالا از این معما میسازن، آقا اینجا و که صبح هست، آنجا و که ظهر هست، آنجا و که شب هست، ظهر و صبح و شبتون بخیر. آقا وقت بخیر، have a good time, that's it. مرسی، خیلی ممنون. اینم از این. فامیلی کامل این خانم نجفی اقدم میباشد. بله، شما درست میگی، نسیم نجفی اقدم. دلیلی هم که من اون روز شک داشتم این بود که تو تلویزیون مردم، یعنی حقیقتش اون برنامه رو ساختون برای تلویزیون E2، ولی به ما هم میداد پخش کنیم، اینجا اسم خودش یا اسم شرکتش یا اسم برنامهاشو گذاشته بود نسیم سبز، و من هیچ وقت هم ازش نپرسیدم که خب فامیلی خودتون چیه، اسم خودتون چیه. ولی دو بار با ایشون
یا سه بار تلفنی صحبت کردم، عصبانیت از اصلا از اون ور تلفن شما میفهمیدی که یه انرژی بد و منفی و میخواد بزنه تو گوشت، میدونی اینجوری بود. در پایتخت و مرکز اسلام ده ها رستوران و قصابی کشف شد، کشف شده که گوشت فاسد پخته و میفروشد. گوشت سگ هم در این قصابی ها و رستوران ها پیدا شده. نتیجه منتشر شدن بیماری جرب یا جذب است که یک بیماری عفونت عمومی بدن و چرکین شدن پوست می باشد. بعد برو بگو اسلام راه حل همه مشکلات. آقا ما که همچین چیزی گفتیم، اینم داشته باشید. حالا ببینیم این فیلم ها بهتون میگم وقتی هی با چیز منتقل میکنه، این دوست برای اون دوست، اون دوست برای اون دوست، هی از یوتیوب میره روی اینستاگرام، از اینستاگرام میره روی تلگرام، از تلگرام با دوباره برمیگرده روی فیسبوک، کیفیت اینجوری میشه. اقول لك احنا لا نحن في المداهمه ما لقوا في جلد جمال دیگه. همین چیزایی که میدونی لابد بازرسا اومدن و دیدن اینا اینجوریه و فلان. همینجا تو آمریکا هم بعض وقتا از این اتفاقا میفته. چند سال پیش یک دوربینی که دوربینای مخفی اون خیلی مشکل بود قایمش کنی ببری اینها، برده بودن و همینایی که کنار خیابون چی میفروشن نشون میداد که مثلا این سوسیس رو میخواد بذاره لای نون به شما بده، از بس میخواد تون بده این نونه رو میده، سوسیس میفته رو زمین، بعد یواشکی، حالا اون موقع شما هستی نه، یکی دیگه برمیداره به شما میده، میری شما که میری اون سوسیس رو برمیداره میزه به یکی دیگه. ضمن این که تو رستوران وقتی یه چیزی افتاد پایین دیگه نباید بذارنش اونجا، این 5 سکند رول و اینا بی خوده. و اون روزی که من گفتم اگه من یه جایی باشم که غریب باشم ترجیح میدم برم به اینا میگن چین، این فروشگاه های زنجیره‌ای مثلا مکدونالد، وندیز، برگر کینگ، حتی 7-11، اینا رو که شما میری این اگه یک چیزی افتاد رو زمین این نمیخواد برای خودش درد سر درست کنه، برمیداره میداد صد تا آشغال. ولی اون حالا دوستانی که رستوران دارن نگن ما اونجوری نیستیم، شما ممکنه میگن مام اند پاپ یا پاپا، اونایی که یک رستوران کوچولویی داره و میبینه اگه این پد همبرگر رو بنداز زمین 50 سنت از دست داده، بعضی وقتا این کارو نمیکنن. میگن هیچ وقت تصور نکن که پیر شدی. خیلی ممنون. اتفاقا اون روز آقای لادن من نصیحت کرد، بهش گفتم که پدر من مثل من اونم کم میخوابید و به نظر میاد زود از دنیا رفت که اونجا بخوابه، چون ناپلئون هم اینو گفته بوده. بعد ایشون گفت نه حالا تازه نوه دومت اومده ازت انتظار داره و اینها. و دوستان این واقعا بچه نوه اینها، این چیه که شما یه دفعه عاشق یه موجودی میشید ناشناس که تا دیروز شما اینو نمیشناختی. من دیروز وسط کار از واشنگتن ول کردم رفتم خونه پسرم، دو دقیقه این آقا کوچولو رو ببینم و دوباره برگردم برم. یعنی پدرمون باشه، مادرمون باشه، همسرمون باشه، بگی بیا، بگیم حالا ما داریم کار میکنیم، بذار کارم تموم شد میام. ولی این فسقلیا ما رو اینجوری میکشه. اتفاقا آقای مجید، آقای خوشنودی گفت که داستان جالبیه، پدر من خیلی به ما به اصطلاح وقت نمیذاش، اهمیت نمیداد اینها، و اولین نوه که گیرش اومد و گفت آقا نمیدونی این چجوری عوض شد. گفتم ببین زندگی یه باغه، بچه درخت، نوه میوه اون درخته، و از همه اینا که بگذریم رابطه خوب پدر بزرگ مادر بزرگ با نوه ها به این دلیله که میگه اوفی یکی پیدا شد انتقام دل منو بگیره، هرچی بلا این مجید سر ما آورد اذیتمون کرد شب بیخوابی حالا این سرش در میاره. و خوبیش اینه شما پدر بزرگ مادر بزرگ که هستی میری اسباب بازی میخری بازی میکنی خوب خوش، همچین که گو میگی بیا شیر میخواد من رفتیم دیگه، میدی دستشونو میری خونه خوده. بله خیلی ممنون. من نمیدونم شما چی گفتی درسته آقای اکبری، در رابطه با کلم گفتی. آها تو شیراز اینجوری میگفتن، میگفتن وقتی به یکی میگن کلم، حالا اونایی که احساس پیری میکنن همینجا وایسین
میتونید هم یعنی وقت میگم وایسینگ واقعا ایستاده این ویدیو رو نگاه کنید، یه قری بدید که آقای امیر حسین لادن که میان دیگه باید بشینیم یک 25 دقیقه 30 دقیقه سراپا گوش به حرفای ایشون توجه کنیم. اینو ببینید یه قری هم بدید برمیگردیم. البته اینا قیم نمیدن، ورزش میکنن، یادم بود اشتباه کردم ببخشید، بمبازی میگفتیم نه؟ بذارید من اسکایپ رو روشن کنم، یادم رفت. ببخشید هیچی دیگه، بنبازی ها بنبازی میگفتیم، تناب میگفتیم، چی میگفتیم؟ حالا یه چیزی جالب براتون بگم، اینجا تو آمریکا وقتی که تناب بازی میکنن دخترها اصلا یه جورایی چند تا تناب اینجوری جوری میکنن. من همیشه میگم این از لحاظ فیزیک، از لحاظ ریاضی، از لحاظ هندسی خب این درست نیست، این بنده با تو هم گیر کنه و اینا بازی میکنن. خیلی جالبه، برین تو یوتیوب حتما هست ببینید. آقای لادن را هم من اینجا پیدا کنم، از ایشون دو تا اسکایپ داریم، یکیشون به اصطلاح خصوصیه یعنی شخص به شخص، یکی برای دست جمعی است. حالا ببینیم که احتمالاً این یکی هست و امیدواریم که مشکلات دفعه قبل نباشه از لحاظ دوربین و اینها. بله داره دوربین به ویدیوشون هم میاد، بسیار عالی. فقط اگر یکم سر دوربین رو بالاتر ببرید تا ما صورت شریف شما رو هم ببینیم. بله یک کمی دیگه، همین خوبه، همین یک کمی دیگه، یک کمی دیگه، بسیار عالی، مرسی. خب دوستان عزیز، همون جوری که بهتون گفتم، چهارشنبه هم گفتم ولی مطمئن نبودم، فکر کردم ایشون ممکنه در سفر باشه ایام عید و چیز از اینها، بعد دیروز برای ایشون نوشتم و ایشون هم لطف کرد و پاسخ دادن. سلام میکنم خدمت شما، بهتون خوش آمد میگم. دوستان عزیز، این شما و این هم آقای امیر حسین لادن، نویسنده کتاب خدا سالاری و درماندگی، مبارزه برای عدالت، آزادی و مردم سالاری، و اسم ایشون امیر حسین لادن هست. آقای ارشاد از ایران، شما گفتید اردلان، دلیلش هم اینه که خود منم اشتباه گفتم. من اصلا این اشتباه رو نشر رو به اصطلاح توسعه دادم. آقا حال شما چطوره؟ سپاسگزارم، درود بر شما و درود بر بینندگانتون. خیلی ممنون. ما این کتاب شما رو یک کمی هی میزنیم میریم جلو، بعد میبینیم جالبه دوباره برمیگردیم و اینها، ولی فکر کردم این به اصطلاح کتاب چهارم یا بخش آخرین این کتاب، چون من هم از همه میپرسم چه باید کرد، شما اینجا نوشتید که چگونه میتوانیم باشیم. جالب اینه که به اصطلاح دنباله این هم عنوان تکمیلیش شما نوشتید که چه باید کرد. بهتون گفتم سالها پیش یه آقایی به نام آقای حسیبی این چه باید کرد اصلا وبسایت و برنامه و اینها داشت، ولی هیچ وقتم ایشون چه باید کرد و عنوان نکرد، ایشون همون به اصطلاح ذکر مصیبت میکرد. ولی چیزی که من از شما سوال میکنم اینه که جالبه که کسی حاضر شده خودش رو به اصطلاح تو این درد سر بندازه که پرسش یا پرسشایی رو که به اصطلاح میکنن بگه من میتونم جواب بدم یا راه حل دارم. حالا ما هستیم، شما هم هستیم، بفرمایید که چگونه میتوانیم باشیم و چه باید کرد. سپاسگزارم. همینطوری که اشاره کردین این پرسش میتونه مشکل آفرین باشه، یعنی ممکنه بعضیا فکر کنن که یک ادعایی وجود داره، ولی خب تا دنبال پاسخ نریم راهی نمی کنیم و بعد راه ها رو میتونیم با همدیگه به اشتراک بذاریم و بهترش کنیم، درستش کنیم.
پیش از اینکه برسیم به پاسخ، بد نیست که اون کاستی هامونو که دفعه پیش شما روی صفحه نشون دادیم یه مرور سریع بکنیم. گفتیم کمدانی، خرافات مذهبی، آخرتگرایی، خودبزرگبینی، دروغگویی، توهم همه چیزدانی، ظاهرسازی و تملق، پارتی بازی و توصیه، مسئولیت گریزی، بت‌سازی، بت‌پرستی، پشت دیگران حرف زدن، شایع پراکنی، منافع شخصی رو بر همه چیز ارجع دونستن، بی برنامگی و با تاریخ بیگانه بودن. ما نیاز داریم که نه تنها توانایی شنیدن این کاستی ها رو داشته باشیم، بلکه باید برسیم به جایی که بپذیریم ما این مشکلات رو داریم، حالا کم و زیاد. و چیزی که اینجا مهمه اینه که چه عواملی ما رو چنین کردن، یعنی این کمبودها رو در فرهنگ ما جاسازی کردن. من فکر میکنم که دو تا عامل اصلی در درجه نخست حکومت‌های فردی خودکامه خداسالار هستن که ما نزدیک به 3000 سال توی میهنمون داشتیم و امروز هم یک نوع دیگه شو داشتیم. قبلا سلطنت خداسالار بوده و امروز رژیم فقاهتیه. و عامل بعدی که باعث این کاستی ها شده و در فرهنگ ما جاسازی کرده خرافات مذهبی و آخرتگراییه. یه اشاره کردیم دفعه پیش در مورد خداسالاری که خداسالاری حکومتیه که مدعی مشروعیت الهیه، یعنی میگه من نماینده و جانشین خدا هستم. در خداسالاری اهرم‌های کنترل مثل ثروت و قدرت در دست یه نفر خلاصه شده و اون یه نفر خودش و خانوادش و اطرافیانش یه گروه ویژه رو تشکیل میدن. توی زمان سلطنت پهلوی بهشون میگفتن هزار فامیل، امروز بهشون میگن آقازاده ها. یعنی همه هستی مملکت در دست این اشخاص و این گروهه. مشکل خداسالاری و اینکه مشروعیت الهی برای خودش قائله اینه که کوچکترین ارزشی برای مردم قائل نیست، هیچ مسئولیتی به مردم نداره و کاری که دلش میخواد میکنه. فکر کنم در اینجا من اون پایه اولش رو براتون نشون دادم. بسیار ممنون آقای لادن. دوستان تماس گرفته بودن، من برای شما مسیج یا نوشته هاشون رو فرستادم، حالا شکایت میکنن هم من هم شما چرا جواب ندادید. یکی از این دوستان که من واقعا ایشون رو سالهاست میشناسم، آقای بها ابهری هستن، نوشتن که کاکو سوربی سلام، از آنجا که جواب استدلال من بر محکومیت نظریات جناب لادن را نه در برنامه و نه به طور شخصی مرحمت فرمودید، اینجا دوباره عرض میکنم. باور کنید من ایمیل ایشون رو گذاشتم که تو برنامه هم بخونم هم پاسخ بدم، چون ایشون به من گفته که چون من از صحبتهای شما خوشم میاد به اصطلاح میذارم شما هرچی دلتون میخواد بگید. میگم خب این خیلی معمولیه و اونایی که به من میگن مجری برنامه باید بی تفاوت باشه، من بارها بهشون میگم که مجری انسانه، اونم پوست، گوش، احساس، فهم، شعور داره و تو آمریکا اینجوری نیست. به همین خاطر که شما تلویزیون فاکس رو که میبینین، میبینین طرفشون چیه، عقیدهشون چیه، CNN رو میبینین، MSNBC رو میبینین و الی آخر. این شما هستید که باید تشخیص بدید، هم به حرفای مخالفین گوش بدید، هم بگردید موافقینتون رو پیدا کنید. مثلا شما آقای ابهری میگید جواب استدلال من، یعنی همینجا میخواییم بگین که حرف شما هم دلیل داره و مستدله بر محکومیت. آقای لادن رو شما محکوم کردید،
خب حالا دنبالش ایشون میگه که ایشان در آغاز اذعان کردند که تاریخ در دربارها توسط کاتبین نوشته میشد، توسط فاتحین نوشته میشد، ولی در نتیجه گیری میخواهند با توسل به تاریخ خود را اصلاح کنند، مردم یاد بگیرند که چه قشری مانعشون بوده و از کاشانی و شمس قنات آبادی هم اسم ببرن ببخشید. سوال اینه که نقش مردم چرا نادیده گرفته شده؟ اگر مردم آگاه بودن چگونه امثال کاشانی نمیتوانستن یا میتوانستن نه سلطنت خدا سالاری و نه فقیه خدا سالاری؟ ببینید یه اشکال دیگه که هست، این دوستان یه بار درباره برنامه گذشته صحبت میکنن، بعد وقتی میان تو برنامه جدید همونجا میخوان اظهار نظر کنن، یه کمی من قاطی میکنم، منم دیگه کم کم، حالا شما اون روزم لطف کردید، ولی باور کنید دیگه اون به اصطلاح حضور ذهن و حاضر جوابی و اینها رو ندارم، یه مقداری اسلو شدم. شما نظرتون درباره ایشون چیه که از این طرف به تاریخ میگیم یا کاتبینی که حقوق بگیر بودن یا فاتحین تاریخ رو نوشتن، از اون طرف بر اساس تاریخ میان قضاوت میکنیم و مردم حقیقتا یک کمی نادیده گرفته میشن؟ سپاسگزارم. فکر کنم فقط ایشون گفتارشون نادرست نیست. بعضی وقتا ما دیدهای متفاوت داریم، یعنی مسائل رو یه جور دیگه میبینیم. شما نگاه کنید، اتفاقا ما یه مسئله خیلی عامیانه یا در سطح دبستان داشتیم که میگفتیم، گفت به لقمان گفتن ادب از که آموختی، گفت از بیادبان. خب اگر در تاریخ مشکلاتی بوده دلیل نیست که ما ازش نیاموزیم، اتفاقا ما میگیم تجربه از تاریخ، یعنی میخوام از اشکالات تاریخ بیاموزیم. اینی که چجوری شد قائم مقامو یک شخصیت بزرگ و عظیم بوده در زمان خودش، یکی از بزرگترین اصلاح طلبها و اصلاحگرها بوده، به وسیله روحانیت و حسادت و دخالت خارجی ما هم تشویق میکنیم ببرنش توی باغ شاه خفش میکنن، و بعد آخوند گردن کلفت تهران امام جمعه تبریک میگه به سفیر انگلیس. خب ما میخوایم از این تجربه بیاموزیم، تو این چندین درس وجود داره، و اینی که تاریخ و فاتحان نوشتن، اینو من نمیگم، این یه چیز کاملا مشخص و مفهوم شده ایه. اینی که در دربارها یک نفر بوده به نام تاریخ نگار، خب شما نگاه کنی هر جای تاریخ این وجود داره، ولی این دلیل این نیستش که تاریخ هیچ سندیت نداره، هیچ چیز درستی توش نیست. نه، این وظیفه ماست، و یا اونایی که مدعی هستن نویسنده و پژوهشگر رو در این چارچوب حرکت میکنن، وظیفه اوناست که برن اینا رو مطالعه کنن، درارن و در حد شعور و دانش خودشون ارائه کنن، ولی یکیش اون قسمت دیگه رو نفی نمیکنه. و اینی که ایشون میگن، نمیدونم آیا ایشون دارن میگن که حکومت سلطنت خدا سالار نبوده؟ بله ایشون، بله شباشت خدا سالار نیست، من نمیدونم. بله اصلا گفته خود شاه که میگه پادشاهی موهبتی است الهی که توسط مردم، خب این یعنی نمیدونم. در صورت من از آقای ابهری خواهش کرده بودم که یا به صورت ویدیو یا به صورت آدیو که مفصل تر باشه، حتی دیروز براشون نوشتم که شما نوشته هاتون مثل تلگراف قدیمه، حالا که دیگه الحمدلله همه چیز مجانیه، لغتی که نمیخواین پول بدین، خب یک کمی چی میگن واضح تر بنویسید. این خرافاتی مذهبی اصلا به خودی خود به وجود نیامده، و شما درباره مذاهب که معمولا همشون هم با خرافات همراه هست صحبت کردین، حالا اگه امکان داره یه مقداری اینو برای ما باز کنید، چون شما باز یه جای دیگه روشن فکران و نخبگان را از یکدیگر جدا میکنید که اینا دوتا رو به ما بگین چه فرقی دارن، چون ما هر وقت میگیم طرف نخبن روشنگره، یعنی چی میگن روشن فکر، یعنی دوتا رو ما با هم میاریم مثل صفت
تأکیدی میگن، چی میگن، اینا چه فرقی با هم دارن؟ و من بله بفرما. در این راستا یه دو خط از کتابو براتون میخونم که دقیقاً اینطوری شروع میشه. بگید صفحه چندم هست؟ بله، که جهل و خرافات مذهبی به خودی خود به وجود نیامدن، جامعه روحانیت که همواره با دانش و آگاهی در ستیز بوده در گسترش خرافات و موهومات نقش اساسی داشته. این چه صفحه چند بود؟ کتاب شما با من یکی یا ادیت شده است؟ 186. 186. بله بفهم. این جالبه که وقتی راجع به خرافات صحبت میکنی، من در گفته پیشینم یا در نوشتم شما دیدین که سعی میکنم سندیت رو نشون بدم، چون فکر میکنم یه مقداری بیشتر شنونده یا بیننده میپذیره. در اینجا میخوام یک داستانی رو از علی شریعتی که با افکارش اصلا موافق نیستم براتون بگم، که ایشون میگه که یکی از آقایان که بسیار ملا و دانشمند بود میگفت در این کتاب دعا نوشته که اگر شما این دعا را بخونید خداوند 70 قصر در بهش به شما میدهد. بعد این آقا میگه که من تمام عمرم نماز و دعا خوندم، من این 70 قصر رو میدم به شما، شما یه اتاق 3x4 در جنوب شهر به من بدین که من توش زندگی کنم. ببینید اول این جمله شریعتی میگه یک آدم بسیار ملا و دانشمند، یعنی یکی از آخوندهای بزرگه که خب داریم نسبی صحبت میکنیم، یعنی در حد آخوند یه آدم دانشمند. ایشون داره آخرت و بهشت و همه رو زیر پا میزنه، یا آقا یه اتاق 3x4 بده من توش بتونم زندگی کنم. در مورد خرافات باز دوباره یه داستانی هست میخوام خدمتون بگم. فکر کنم اسم ملا صدرا رو که یکی از بزرگترین فیلسوفان و روحانیون جهان اسلام بوده و اتفاقا از همشهری های شماست. بله اصلا خیابون داریم به اسمش. بله ایشون، داریم راجع به خرافات مذهبی صحبت می‌کنیم، ایشون به قضا و قدر باور داشته و میگه و تشریح میکنه تو نوشتهش که قضا و قدر به معنای حکم خدا و قابل تغییر نیست. خب این خیلی ادعای بزرگیه و از طرف یه شخصی مثل ملا صدرا این دلیل داره که خرافات در متن جامعه اینقدر جاسازی شده. من در جمله که براتون از کتاب خوندم گفتم مخالفت روحانیت با دانش و آگاهی، میخوام 2-3 مثال از این بزنم از زبان خودشون، از کتابهای خودشون. اینم اگر اجازه بدین توی صفحه 312 است، خیلی هم کوتاهه، خستتون نمی کنم. اولیش از شافعی، یک فقیه بسیار معروفی بوده که میگه حکم میکنه ایشون اگر بنده ای در علوم غیر شرعی، یعنی هر چیزی غیر از قرآن و شرعیات، نظر کند او را تازیانه بزنند و در میان مردم بگردانند و بگویند سزای کسی است که کتاب و سنت را رها کرد و به علوم عقلی روی آورد. مخالفت با عقل، مخالفت با خرد. بعدیش از ابن جوزی، یک فقیه بسیار عالی رتبه‌ای بوده، ایشون تو کتابش می نویسه این نوع اشخاص، یعنی کسایی که میخوان، اشخاصی که میخوان فکر کنن، ابلیس در فریفتن اینان از این راه قدرت یافته که آنان را برای درک حقایق تنها به عقل خود روی آورند. یعنی کسی که عقل به کار ببره داره کار شیطان رو انجام میده. و بعدیش که غزالیه، که میدونین که غزالی یه شخص وانبوغی بوده، این ایشون میگه که
خوز در ریاضیات، خوز یعنی جستجو گردش در ریاضیات، مسلمان مؤمن را به کفر میکشاند و تعمق در حساب هندسه ما را، هندسه مایه فساد است. چرا؟ خب. برای که یاد میگیره دو دوتا چهار تا است و اگه یه فرشته 70 متر طولش باشه چه خاکی من بر سرم کنم با این 70 متر. ببینید مخالفت با عقل و خرد یعنی تلاش در به وجود آوردن یه ملت گوسفند، یه ملتی که دنبال اینا بره و حرف اینا رو. شما چرا راه دور میدیم؟ چرا میریم به خندقی و غزالی؟ خمینی پس از این که اومد وارد ایران شد و اون داستان رو به پا کرد، خمینی چی گفت؟ گفت ما متخصص نمیخوایم، ما متعهد میخوایم. و اون به صدا عالم بزرگ رژیم فقاهتی آیت الله بهشتی، ایشون دیدین که در مورد دانشگاه چی گفت؟ فکر کنم توی صفحه 321 کتابه. میخوام جمله خود ایشون رو براتون بخونم، از من نیست، مال ایشونه. میگه که در جامعه ولایت فقیه یک دانشگاه در درجه اول یک مرکز تدریس شریعت است که در آن آموزش های علمی در هر موردی و در هر سطحی در درجات بعدی اهمیت قرار دارند و گاه نیز اصولا اهمیتی ندارند. این هم دانشگاه بود که چی بود؟ آغول ماغول بودن، گفتن شنگول منگول. بله شنگول منگول. خب شما پس اینا رو نه من میسازم نه از خودم میگم، دارم از زبان خودشون، از نوشته های خودشون با دوستان به اشتراک میذارم که اینها خرافات رو در مملکت به وجود آوردن. اینها با دانش و با خرد همیشه در مخالفت بودن. شما اشاره کردین به روشنفکر و نخبه. بحث روشنفکر کیست و چیست بحث زیاد جالبی نیست، ممکنه برای دوستان خسته کننده باشه، ولی یه چیزی که ما نیاز داریم بدونیم برای این که یه مقداری قالب سازی شده، تعریف نشده. ادعا خیلی زیاده. من خدمتون بگم که چون میگم خسته کننده است، من اینکه بعد یه چیزایی رو دقیقا براتون بخونم که اولا که هممون میدونیم که شهروند چیه و کیه. شهروند یک انسانیه که با کسب دانش و بینش اولیه، دانش و بینش اولیه از رعیت و امت رسیده به مقام شهروند. یعنی یک اندیشهی داره، یک فکری داره، یک توانایی هایی داره. حالا اگر یک شهروند با کسب آگاهی بیشتر یا با پی بردن به ضرورت‌های جامعه، درد مردم، این میتونه برسه به اون دایره روشنفکری. ولی روشنفکر یه دونه فقط و فقط خط نیست. روشنفکر من فکر کنم یه خود شبیه مثلا ارتش درجه داره و اون روشن فکری که میاد، اول بگیم که مشکل روشن فکری چیه؟ جاه طلبی، قدرت طلبی، جنون مطرح بودن، منافع شخصی رو ارجع دونستن، اینا همشون زایده کمدانی. خب روشن فکری که گرفتار این کمبودها باشه میتونه باعث تخریب بشه، میتونه باعث گمراهی جامعه بشه. برای این که یه تیتر و مقامی برای خودش داره و مردم آسونتر فرید میخورن. اینی که معذرت میخوام، یه نفر داشت زنگ میزد و حواسم رو پرت کرد یه لحظه. نه اینی که گفتید روشن فکری در جای مختلفی داره، مثل همون مدرسه و دانشگاه و اینها هست. هر کی میره دانش آموزه نمیشه که این همه دانشا رو آموخته باشه و
بالاخره به همین خاطر میگیم این سیکل اول داره، این سیکل دوم داره، این لیسانس داره و الی آخر. بفهم حالا اگر روشن فکر به ارزش و حیثیت انسان باور داشته باشه، یعنی یه مقداری از اون جاه طلبی و خودخواهیش کاسته بشه و بخواد برای دیگران ارزش و حیثیت قائل باشه، درد مردم رو حس بکنه، نیازهای جامعه رو بشناسه، این داره یه سیل تکاملی رو طی میکنه و میرسه، یعنی روشن فکر میرسه به درجه آرمانگرا بودن و اون قسمت بعدی روشن فکر آرمانگرا که میخوام این قسمت رو اشتباه بهتون نگم، کسیه که با احساس مسئولیت میکنه در انتقال دانشش، یعنی اون چیزی که آموخته و اندوخته میخواد بده به دیگران، در اختیار دیگران بذاره. این داره میرسه به مقام نخبه و ما در میهنمون نخبه داشتیم ولی نه قدرشو دونستیم و نه درک کردیم و در نابودیشون شرکت کردیم. نخبه همونو که هممون میشناسیم، من قای مقام رو نام بردم، میشه امیر کبیر رو نگاه کرد، میرزا حسین خان سپه سالار رو نگاه کرد، سلطان و سلطنه رو نگاه کرد و حتی توی دیدهای متفاوت، ایدئولوژی‌های متفاوت، تقی ارانی، خلیل ملکی، اشخاص متفاوت با اندیشه‌های مختلف، به صرف اینکه یه نفر سوسیالیسته نمیتونیم اون دانش و بینشش رو ازش بگیریم یا مقامش رو بهش ندیم، اون مقام نخبه بودنش رو. و ارزش و اهمیت نخبه در اینه که بخواد راهبری کنه، یعنی معلم باشه، راهنما باشه، بخواد الگو بسازه. یعنی اگر یک نخبه‌ای بیاد یک 5 نفر 10 نفر رو بسازه که اینها بشن الگوی جامعه، ما میتونیم دگرگونی به وجود بیاریم توی جامعه. و اگه خاطرتون باشه شروع کردیم در آغاز صحبتمون در این مورد که اون کاستی‌ها رو 2 تا عامل باعث شده، یکیش اون حکومت‌های فردی بود، یکی خرافات مذهبی و آخرتگرایی. حالا ببینیم که چه باید کرد و در این چارچوب نگاه کنیم، یعنی یه خود سادش بکنیم که برای هممون مورد درک و دید باشه. خب یادتونه یه دوتا کشتیگیر که میرفتن وسط کشتی، هرچی ماهرتر و واردتر بودن از قدرت بدنی کمتر استفاده میکردن، فن میزدن و اون کشتیگیر دیگه بدل میزد. ما میخوایم به این خداسالاری و خرافات و آخرتگرایی بدل بزنیم، یعنی به جای زور زدن ببینیم که چجوری میتونیم اینا رو خونسا کنیم. بدل خداسالاری مردم سالاری. مردم سالاری یعنی این که حکومتی که مشروعیتش، قانونمندیش، حیثیتش، همه چیش از مردمه، یعنی حکومتی که مردم انتخاب میکنن، مردم انتخابش میکنن، نه اینکه بره هر کاری دلش میخواد بکنه، نه، مردم یه خواسته هایی دارن، یه جامعه یه نیازهایی داره. حکومت مردم سالار وظیفش انجام خواسته های مردم و برآوردن نیازهای جامعه است. یعنی ما داریم بدل خدا سالاری رو با مردم سالاری میزنیم. بعد گفتیم خرافات مذهبی. بدل خرافات مذهبی چیه؟ دانش و آگاهی. و این دانش و آگاهی میتونه راه رو باز کنه و ما آروم آروم از این خرافات نجات پیدا کنیم. و اما بدل آخرتگرایی چیه؟ خردگرایی، همونی که آخوندها همیشه سعی کردن جلوشو بگیرن، یعنی ما عقل به کار نبریم، فکرمون رو به کار نبریم، اراده نداشته باشیم، دنبال روی این توهمات این جامعه باشیم، این گروه باشیم.
بسیار ممنونم. اگر لطف کنید بعد از برنامه سری به فیسبوک بزنید و پاسخ بدید به این دوستمون، چون ایشون میگه خب شاه میگه خدا سالاره، فقیه هم میگه خدا سالاره، شما چرا باید باور کنید؟ البته این جوابش خیلی ساده است، چون قدرت دست اونا هست، اونا کاری میکنن. ما که اونجا حرف، یا بعد یه جایی باز نوشتن که به اصطلاح انتخاب و اینها با مردم، شما به من بگید تا چه زمانی مرد، تا چه از یعنی یه زمانی نشون بدید که مردم تونسته باشن انتخاب کنن. ولی شما راجع به خردگرایی و آخرتگرایی و دانشگرایی صحبت کردیم و گسترش دانش در مورد راهکارها. آیا این گسترش دانش یعنی این که اول 80 میلیون فعلا، حالا تا بعدا به 100 میلیون باید آگاه بشن تا سنگی روی سنگ وایسه یا قدمی از قدمی برداشته بشه؟ این به چه صورت امکان داره؟ برابو، پرسش بسیار بسیار عالیه و خدمتون بگم این پرسش یکی دو بار توی دیدارها از من کردن و به نظر من خیلی خیلی پرسش اساسی. خب مسلماً اگر ما توانایی یک معجزه داشتیم که میتونستیم شبانه 80 میلیون رو آگاه بکنیم، خیلی جالب بود، خیلی خوب بود، ولی همچیزی امکان نداره و 80 میلیون آگاه کردن نیاز به زمان داره. ولی پاسخ هست نه، نیاز نداریم 80 میلیون آگاه بشن، ولی باید از امروز شروع کنیم که اون چیزهایی رو که ما صفات پسندیده، صفات انسانی، اون چیزهایی که کمک میکنه جامعه به بزرگی و خودکفایی برسه، به یک جامعه انسانی بشه، یک جامعه مدنی بشه، ما باید اونا رو پرورش بدیم. یه داستان جالبی هست که میگن رهبر پیر قبیله چروکی نشسته داره با نوش گفتگو میکنه. برای دوستانی که نمیدونن، قبیله چروکی پیش از یورش اروپایی ها و سفید پوست ها با آمریکا یکی از قبایل بسیار متمدن آمریکا بود. پیرمرد داره برای نوش تعریف میکنه، میگه در درون انسان دو تا گرگ در جدال هستن و میخوام بخونم که این در مورد این دو تا گرگ چی میگه، که صفحه 338 میگه پسرم این جدال ما بین دو گرگ میباشن. اولی گرگ پلیدی، خشم، خصومت، بخل، غم و اندوه، حرص، تکبر، انعطاف ناپذیری، دروغگویی، غرور بیجا، سوء ظن و توهم، خود بزرگ بینی و خودپسندی است. گرگ دیگر گرگ فروتنی، شادی، عشق، امید، صلح، صفا، وقار، ایمان، غمخوار، راستگو، خیرخواهی، دست و دلبازی، مهربانی و یک دلیست. نوه چند لحظه تأمل میکنه، بعد میگه پدر بزرگ کدوم گرگ برنده میشه؟ پدر بزرگ میگه گرگی که ما میپرورانیم. حالا ما باید یک چنین روشی داشته باشیم تا برسیم به اون 80 میلیون، یعنی راهنما، نشون دادن، حرکت در راه‌های مثبت، به قول قدیمی‌ها راه و چاه رو نشون بدیم. و میخوام یک کمی هم مستقیم درباره چه باید کرد گفتگو کنیم، و اون که به محضی که میگیم چه باید کرد، باید بدونیم چی میخوان. از دید من مهمترین چیز اینه که ببینیم خواست مردم چیه در پاسخ به چه باید کرد، نیازهای جامعه کدوم هستن و توانایی های کشور کدوم. برای اینکه ما هر کاری رو که دلمون بخواد یا نیاز داشته باشیم نمیتونیم انجام بدیم، باید در حد توانایی ها باشه. یه چیزی رو که فکر کنم هممون درک میکنیم با توجه به اوضاع میهنمون اینه که بزرگترین خواسته مردم اینه که شغل و کار با
با درآمد کافی توی تمام سراسر مملکت وجود داشته باشه. خب ببینید اگر این دو سه تا چیز داره، نه تنها این که همین الان در ایران میدونیم که میلیون ها ایرانی هستن که قراردادی هستن، چه حالا کارگر کارخونه هستن چه کارمند یه شرکت، قراردادی هستن، از هیچ حق و حقوقی برخوردار نیستن و هر وقت صاحب کار بخواد میتونه اینا رو اخراج کنه و هیچ بدهی هم بهشون نداره. اینو باید برای همیشه از جامعه برد بیرون. اصلا ایران تهران نیست، ایران یعنی هر وجب از خاک ایران. باید کاری که میگیم با درآمد کافی در تمام سراسر مملکت وجود داشته باشه. وقتی راجع به آموزش و پرورش صحبت میکنیم، آموزش و پرورش باید یکسان سر تا سر ایران با تمام امکانات مساوی برای همه ایرانی ها باشه. خب من خیلی متاسفم که چند تا عکس یکی از دوستان برای من فرستاد، مثلا میخوام در مورد حوزه های علمیه در ایران، باورتون نمیشه، مثل اینکه شما در بهترین کاخهای دنیا مثل ورسای فرانسه نشستین دارین کتاب میخونین. بعد شما نگاه کنین که اکثریت دانش آموزان ایرانی مثلا در سیستان و بلوچستان پای برهنه شکم گرسنه توی یه دونه چادر دارن درس میخونن، در جاهای مختلف توی یه دونه چهار دیواری که نه سقف داره نه میز داره نه نیمکت داره، با کمال فقر و بدبختی دارن زنیم. یعنی ارجعیت های حکومت خدا سالار خودشه و داره دستش، اگر نه چجوری میشه که میلیاردها دلار، صدها میلیارد دلار از بودجه و درآمد و ثروت میهنمون در لبنان و سوریه و عراق و جاهای دیگه خرج میشه و ملتمون قبرخوابن، گرسنن، بیچارن. آقای لادن، کسی میتونه هم خردگرا باشه هم آخرتگرا؟ بسیار سوال جالبی. من در این چارچوب میخواستم یه اشاره بکنم که ما یه مشکلی داریم تو میهنمون و اونم باز به خاطر ضعف شخصیتمونه که فاصله مدرک و درک رو محو کردیم. کسی که مدرک میگیره الزاماً شعور و درک نداره. این دوتا با هم تفاوت خیلی خیلی فاحشی داره. من میتونم این خدمتتون بگم که نمیدونم شاید استبرم یا نبرم، یه آقایی هستن که حقوق سیاسی درس میدن تو دانشگاه تهران و خیلی هم اسم ببرید زیبا کلام. بله، صادق زیبا کلام. این آقا به نظر من واقعا آدم نادانیه که میگه من یک موی حضرت علی رو به هزار تا زرتشت با هزار تا زرتشت عوض نمی کنم. آقا حالا همینجا اون آقای گلسرخی هم همین ماجرا رو تو دادگاهی به یه شکل دیگه ای گفته بود که آره، ولی گلسرخی مدعی دانشمند بودن و استاد دانشگاهی رو نداره. چرا دیگه، اوانگارد و پیش رو چون میگن روشن فکر جامعه بود و ولی گلسرخی فکر میکرد که تشکره یه مبارز. آقای لادن اجازه بدید، این دوست ما آقای مجید افراخته از آلمان نوشتن هیچگاه جوامع را جز خردمندان مدیریت نکردند. مشکل این است که خردمندان مزدور و یک کلمه دیگه هم نوشته، اونم مزدور و فلان هستن، هرچه بیشتر جوامع مزخرفتر و ادامه دار. ضمناً اون دوست اون آقای بها اپری یه دفعه، ما مشکلی که داریم این پریدن از یه شاخه به یه شاخه دیگه است و آخرم انقدر میپریم که اون شاخه آخری که میشینیم سنگینیم میفتیم پایین یا شاخه میشکنیم. ببین الان ایشون میگه اگر آخرتگرا نباشیم، اتفاقی که این خانومی که شوت کرد تو کالیفرنیا
برش پیش میاد. آقای ابهری اتفاقا این خانم آخرتگرا بود، ایشون تبلیغ میکرد برای بهائیت. شما اولا سعی کنید سر یه موضوع مشخص امروز صحبت کنیم، این پرونده رو ببندیم بریم سراغ یه چیز دیگه، و الا هی که آقای لادن یه چیزی میگه شما یادت بیاد به یه چیزی اونو اضافه کنی، میشه از این بحث‌های حوزه‌ای فایده ای نداره. ولی بحث اگه میخوایم بکنیم یا مناظره اگه میخوایم بکنیم، اولا یه وقتی تعیین میکنیم سر 3 تا 4 تا، مثلا شما راجع به این که ایشون که نمیگی که ما گفتیم شاه خدا سالاره، میگی شاه به مردم حقنه کرد که خدا سالاره، فقیه به مردم حقنه میکنه که خدا سالاره، وقت این وسط خودشون نقش خدا رو بازی میکنن سر مردم در میارن. ما یه کمی هم همین چیز که شما گفتید از یه چیز مشخصی 10 تا برداشت مختلف ممکنه 10 تا خواننده یا 10 تا شنونده داشته باشن. یادم میاد من یه اشکال دارم با دوست بعدی که گفتین راجع به این صحبت کردن ایشون که همیشه خردگراها جامعه را هدایت کردن. من کاملا با این موضوع با این صحبت مشکل دارم، زاویه دارم. متظاهرین به خردگرایی هستن که میان خودشونو جا میزنن. متظاهر میپذیریم، ولی در ایران ما هیچ وقت خردگرا نداشتیم. ما حتی کسانی رو که خیلی براشون ارزش قائل دیدیم، مثلا میگیم نادرشاه افشار، شاه عباس دوم که بهشون افتخار میکنیم، آدمای بسیار خونخوار و نادان و خودکامه‌ای بودن. برفرض در جامعه ما زور مقبولیت داره، این متاسفم ولی اینطوریه. و این دوست دیگری که چندین بحث رو پیش کشیدن، من از لابلای ناگفته هاشون میخونم که ایشون تمایلشون به چه چیزی هست. نمیخوام مثلا بحثی با ایشون داشته باشم شروع کنم. من حاضرم چیزی که در عقل در حد شعورمه و دانشمه در موردش گفتگو کنم، ولی هر کسی حق داره هر جوری که دوست داره اندیشه کنه و به قول شما اشخاصی که مثل خودش فکر میکنن پیدا کنه. بسیار ممنونم. یکی از دوستان آقای اکبری که همشهری منم هست نوشته که آقای صادق زیبا کلام، البته ایشون آقا هم نمیشه صادق هم نمیشه، نوشته زیبا کلام چاچول و دروغوی رژیم هست، از این حرفا داره نون میخوره. این بسیار تصدیق حرف شما. و این دوستانی که اینجا لطف میکنن مینویسن، اگر مایل باشن که با شما تماس بگیرن از همون صفحه اندیشکده یا صفحه فیسبوک میتونن با شما تماس بگیرن، درست میگم؟ کاملا. من همونجور خدمتون گفتم دفعه پیش، گفتم که من حاضرم اون دید و برداشت خودم بگم و همه پاسخارم گوش بدم، ولی فوشا رو شما جواب بدید. درباره این که شما میگید همه چه باید کردها رو به اصطلاح قرار نیست ما جوابش رو داشته باشیم، خیلی منطقیه. مثلا یه نفر بیاد به من بگه که چجوری میرم اونجا، من میگم کجا، اول کجا میخوای بری تا من بگم چجوری برو. یا اونی که میگید خواستن در حد توان توانستن هست، اتفاقا آقای دکتر شهرام ایران بومی این رو همیشه میگن، میگه یه چیز غلطی تو مغز ما کردن که خواستن توانستن است. آقا من میخوام امشب 1,000,000 دلار داشته باشم، پس نمیتونم. واسه باید چیز باشه دیگه، به اصطلاح خواستن در حد توان، اون موقع توانستن است. من از شما ممنونم. اگه موضوعی هست بفرمایید، اگه نه بیشتر رو این فکر کنید که دوستان میخوان شما رو بیشتر داشته باشن، حالا یا میخوان بیشتر از دانشتون استفاده کنن یا میخوان بیشتر اذیتتون کنن، که به اصطلاح من یه توضیح دیگه بدم با عزتون برای دوستان، اجازه بدین. چون تو آمریکا رسم این بافه شنیدم تو ایرانم راه افتاده، که به جای این که شما بری منیو رو برداری اوردر بدی، میزهای طولانی میذارن خیلی زیبا درست میکنن، بعد این ور این خوراک، اون ور اون خورش، اون ور اون میوه، اون ور اون سالاد میذارن. دوستان به تلویزیون ها اینجوری نگاه کنید، به برنامه های مختلف اشخاص مختلف اینجوری نگاه کنید. اگر تصادفاً رفتید یه جایی یه چیزی رو دیدید خوشگل بود، مثلا این کیمچی هست مال کره، یا یه ترشی درست میکنن، من نمیدونم اینو با زهر مار، حالا من زهر مار هنوز نخوردم، ولی خب اگر اینو برداشتید یه بشقاب آوردید، اولا نخورید، بعدم بذارید اینو برید یه چیز دیگه بردارید، یه برنامه دیگر رو نگه دارید. سعی نکنید
از این بوفه یه خوراکی رو که برداشتید، حالا با خودتون و خدا و پیر و پیغمبر و زمان و عدد و ریاضیات دعوا کنید که نه این آقا یه چیزی به نظر من بدمزه میاد، به نظر یکی دیگه خوشمزه میاد. در هر صورت این آقای لادن فعلا به نظر من این چیزایی که گفته خوشمزه بوده. حالا اگه شما دوست نداری عزیز من، شما بیا یه چیزایی بگو که مردم بگن بابا این آقای ابهری خیلی درست‌تر از آقای لادن میگه، و اجازه نده آقای لادن مردم رو گمراه کنه. ضمناً آقای لادن تا امروز نگفته که کسی بیاد دنبال این جنبش اندیشکده و ما دنبال سرباز پیاده میگردیم، دنبال نمیدونم افسر جنگی میگردیم. میگه آقا من این چیزها رو تحقیق کردم، عمری از من گذشته، دارم به شما میگم، حالا شما یا باور میکنی قبول میکنی یا نه. حالا اگه کسی قبول کرد اینا رو آقای لادن باید چیکار کنه؟ شما جنگ بله من معتقدم که در درجه نخست این که اون نسخه، یک نسخه برای بیماری میهن ما وجود نداره. و باید دیدهای مختلف و متفاوت وجود داشته باشه، اندیشه‌های مختلف وجود داشته باشه، و ما اونایی که میپسندیم به کار ببریم و اونایی هم خاطر جمع نیستیم، به انگلیسی بهش میگن trial and error، یعنی آزمایش کنیم و ببینیم کار میکنه یا نمیکنه. و باید یه مقداری این تمرین رو بکنیم تا برسیم به اون معجونی که هم مردم سالاره، هم دین و سیاست از هم مجزا هستن. یعنی کشور ایران فردای ما نباید مذهب رسمی داشته باشه، مذهب باید در فکر و دل ملت و مردم باشه که زندگی خودشونو هدایت بکنه. الان همین آمریکا گیر این افتاده که مذهب رسمی ما مسیحیه، ببینید داره به طرف کجا میره. ضمناً اون چیزی که شما گفتین ترایل و ارر همیشه آزمون و خطا، تو ایران هم الان خیلی استفاده میکنن. من ممنونم از شما، فقط اگه لطف کنید بعداً به فیسبوک من این ویدیوها رو بر نمیدارم، سری بزنید یا اونایی که چیزی نوشتن حتی به صورت خصوصی بهشون به اصطلاح پیام بدین، اینا من ازتون ممنون و متشکرم میشم. باز سعی میکنم در هفته‌های آینده از وجود شما استفاده کنم. دوستان اگر سوالی دارید یا با خود ایشون مستقیما تماس بگیرید یا با تلویزیون مردم و من که تلفن و ایمیل و فیسبوک و همه چی داریم تماس بگیرید تا بتونیم با هم گفت و شنودی داشته باشیم و این بوفه خوراکا رو رنگین‌تر و خوشمزه‌تر تحویل شما بدیم. ممنونم از شما، سپاسگزارم، روز خوبی داشته باشید، به امید دیدارتون، خدا نگهدار. دوستان عزیز با آقای امیرحسین لادن بودیم، ایشون فیسبوک صفحه خودشونو دارن، اندیشکده هم اگر تایپ کنید پیدا میشه، اگرم مشکلی داشتید به من تماس بگیرید، من به اصطلاح بهتون نشون میدم که چجوری میتونید اونجا برید و با ایشون در تماس باشید، از نوشته ها و گفته های ایشون استفاده کنید. اجازه بدید برگردیم به اون ماجرای برنامه خودمون و چند دقیقه، 10 دقیقه دیگه من با شما هستم. فقط این یک چیز رو هم خاموش کنم و بیایم اینجا، این نوشته هایی رو که گذاشتیم و بله Where was this report from؟ این مال برنامه میبودی بوده، میبودیز پروگرام. بله یه دوستی میگه که این نواری که شما پخش کردین، اون خانم تلفن زد و اینا کجا بوده؟ گفتیم که برنامه آقای میبودی بوده و این خانم سالهاست من صداشو میشنوم تو اون برنامه، زنگ میزنن و اینها. و اما اجازه بدید که در رابطه با دوست نادان صحبت کنیم. میگه که قطر جزیره میشود، به طول مرز به پهنای 200 متر و عمق 60 متر. یعنی جزیره میشود یعنی جدا میشه، یا الان من فکر کنم قطر جزیره هست همین الانم. در صورت چرا نوشتین قطر جزیره میشود؟ لابد مثل اینایی هست که بعد جدا میشن بر اثر تغییرات جغرافیایی. ولی اینجا نوشتین قطر از شبه جزیره عرب جدا میشود، و اینم باز یک دلیلیه که این آقای ترامپ و خانوادهش به قطر بدهکارن و فکر کردن که اگر سر اینا رو بکنن زیر آب بدهی خودشون رو ماسمالی میکنن. البته اون
حالا یا رئیس جمهور قطره یا پرینس قطره، یک شخص جوانیه، ولی برعکس این شخص جوانی که تو عربستان سعودی هست خیلی با منطق و اینها صحبت میکرد و میگو اصلا این چیزایی که اینا میگن وجود نداره. اینجا نوشته قطر و دوحه و اینجا نوشته بحرین و ایشون میگه این داره جدا میشه از اعراب و به ایران میپیونده. من اتفاقا دیروز با یک کسی صحبت میکردم، همون که میگو ایرانی ها خیلی باهوش هستن، بهش گفتم که جورج بوش با نادانی عراق رو در سینی طلایی تقدیم کرد به آخوندها. بعد این ماجرای سوریه، الان ترامپ با نادانی یا با شارلاتانی داره سوریه رو توی سینی طلا میده به ترکیه و ایران و روسیه. حالا باشه که کی ببینیم. یه دوستی برای من پیام گذاشته بود و به من توهین میکرد که چرا من به فیسبوک گفتم کوفتی. ای کاش انقدر انسان باشه، ای کاش شریف باشه و حالا بیاد بگه سوربی من از تو عذر میخوام، حالا فهمیدم چرا اون روز تو گفتی این فیسبوک کوفتی. یازدهم، این آقای زوکربرگ هر جوری که آلمانی بلدین یا کشورهای دیگه تلفظ کنین، میاد و در مجلس صحبت میکنه. خود این آقای زوکربرگ میگه ما اشتباه کردیم، ما چیزای خصوصی مردمو در اختیار افراد پلیدی گذاشتیم که از این اینفورمیشن، از این مشخصات سوء استفاده کردن. استفاده خوبه، سوء استفاده بده. در هر صورت من خیلی خوشحالم که به یک جایی رسیدیم بعد از 20 سال تو تلویزیونای ایرانی فوش و فضیحت، اقلا اگه مخالف هم هستیم میتونیم همدیگر رو تحمل کنیم. از آقای مجید افراخته، مجید خوشنودی، مجید نوروزی، چقدر ممن ماشاءالله مجید داریم، از آقای بها ابهری، از دوستان دیگه، از آقای اکبری ممنون و متشکرم. و شما هم لطف کنید این برنامه رو با دیگران به اصطلاح شیر کنید، تقسیم کنید، در میون بذارید و میتونید از تلویزیون مردم هم استفاده کنید. یه خبری رو یه دوستی برای من فرستاده بود، فکر کنم آقای مرادی اگه اشتباه نکنم، نوشته بود که به زودی تا چند ساعت دیگه اینترنت مجانی. گفتم آمریکایی‌ها یه چیزی دارن میگن seeing is believing، یعنی وقتی دیدم باور میکنم. حالا خود ما میگیم چی؟ ببینیم و باور کنیم. آره، مثلا طرف میگه آقا اینجوری، اینا میگه حالا میبینیم و باور میکنیم، یعنی شما داری دروغ میگی. این ماجرای اینترنت مجانی هم از سال 88 ایرانی که الان دیگه داره 97 میشه، تقریبا 10 سال اینا قولشو دادن. حتی آقای چیز از مرز از ایران، مرز پرگوهر بلند شد رفت ایران و آمد و اینها، گفت این روزا با یک نمیدونم چمدون میشه اینترنت درست کنی فلان. طرف گفت آقا باید اون اینترنت اول تو ستلایت باشه تا این چمدونه بگیره، بعدم این چمدونه پخش کنه. ما بعض وقتا این چمدون و ممدون و اینا رو گاهی وقتی قاطی میکنیم و هرچی دلمون میخواد ازش میسازیم. حالا اجازه بدید که این میخواستم صفحه رو نشون بدم، صفحه میگویا برداشته شده یا اینکه اینترنت اینجا مثلا ممکن اون صفحه شلوغ باشه فعلا نمیگیرتش. ببینیم که لب مطلب اینه، اینو 10 سال دارن میگن و شما اگر یه ستلایتی تو هواست میگید که حتی معلوم نیست این مال کیه، خب این که خیلی بده، چون اونایی که میخوان این کارو کنن با افتخار میاد میگه، طرف میگه آقا من مثلا اینترنت رو بردم تو آفریقا، اون یکی میگه من بردم نمیدونم فلان جا و بابتش کردیت و اعتبار میگیرن که کار مردم رو راحت کرده. ساعت 3:54 است. ما ساعت 4 قرار برنامه شماره 173 آقای حسن ارشاد رو پخش کنیم. ایشون هم درباره آقای لادن، هم درباره قانون به اصطلاح مشروطه و هم درباره اون دوست بهایی صحبت میکنه. ببینید از این طرف ما داریم که یک خانمی رفته ایرانی، رفته تیراندازی کرده چنین و چنان، ولی اینایی که میخوان اسلحه بفروشن اصلا براشون مهم نیست. صبح باز میکنی
بیا رمینگتون بخر اینجوری، کلت بخر 9 میلیمتر، نمیدونم 599 فشنگ بخر، اینجا فشنگ از آب نبات ارزون تره. والا یه شکلات که میخوای بخری 2-3 دلاره، این میگه 100 تا شما به شما میدین 10 دلار. 100 تا 10 دلار یعنی چند دونه؟ 10 سنت میشه نه؟ حالا دیگه 10 تا 10 تا 100 تا، بعد 100 تاش 10 دلار. هر کی خوشت نمیاد برو چی بگیم والا. خب غذای انسان از دیدگاه دیانت بهایی، وقتی که اون خانم توی اون برنامه هاش گفته که چرا بها و بها الله و بهایی ها امروز نمیان بگن، این دوست ما گفته که در مورد خوردن گوشت حیوان و اجتناب از آن به یقین بدان که از آغاز آفرینش خداوند غذای هر ذی حیاتی را معین فرمود و تغذیه برخلاف این قاعده اولیه صحیح نمی باشد. مثلا وحوش عرب مثل گرگ و شیر و پلنگ مجهز به وسایل و ابزار برنده و دونده مثل چنگالهای خمیده و پنجه‌های قوی هستند. از اینجا معلوم می شود که غذای این وحوش این است. یعنی میگه که گفتن نشون میده که اون دانش اون خانم خوب نبوده، همونجوری که صداش خوب نبوده، همونجوری که هنرپیشگیش خوب نبوده و اینها، این بنده خدا خانم یکی و دوتا و صدتا اشکال نداشته. اینجا میگن the last straw back of camel، یعنی آخرین نی سبک دیگه، درسته؟ ولی میگه هی بار میزنن دیگه، یه وقت میبینی یه دونه نی رو میذاری رو پشت شتر میشکنه دیگه تحمل نداره. اینم اینجوری شده، انقدر لود رو خودش اضافه کرده. خانم نمیخواست حالا لباسای اینجوری تیتیش مامانی بپوشی، نمیخواست تو خونه اونجوری زندگی کنی که فیلم گرفتی، مثل هزار تا ایرانی دیگه که روزی 2-3 کار مختلف انجام میدن تا اموراتشون بگذره، تا بچه‌شون رو مدرسه بفرستن، تا پدر پیرشون رو نگهداری کنن، مادر پیرشون رو نگهداری کنن، شما هم باید این کار میکردی. نه که تا رسید، حالا ما داریم به مرده حرف میزنیم، گفتم بعضی وقتا این تلویزیون مردم میشه تلویزیون مردم، نه اینکه تا چشمت افتاد به 2 دلار پول از یوتیوب بگی دیگه خوب شد، دیگه من میشینم تو خونه از صبح تا از مزخرف میگم، یا نقل دین بهایی، یا نقل خوراک خوردن، یا نقل لباس. بعدم اون آهنگای رپ چقدر افتضاح این خانم میخونه، اینقدر افتضاح میخونه که اصلا آدم حالش به هم میخوره که دوباره بشنوه یا دوباره پخش کنه. در صورت من همینجا ازتون خداحافظی میکنم، آخر هفته است، اگر اهل مشروب و اینا هستید سعی کنید اگرم مشروب مینوشید به اندازه که شنگول بشید بنوشید، دیگه منگول و مشنگ نشید و فکر دیگران هم باشین. با هموطنان در کردستان کیف کن، این رو یه دوستی برامون فرستاده، سعی میکنم دوشنبه بهتون نشون بدم. بعد قاطی پاتی شده در سوریه با خواندن آواز برای خانم زینب کبرا پیروزی را جشن میگیرند، اخبار از نزدیکی اردوغان با اسد اطلاع میدهند و کلن اونجا همیشه قاطی بوده. من اسم برنامه قبلی رو گذاشته بودم بهایی هم تروریست شد. نسیم جعفری اقدم یک ایرانی بهایی بود، نظر شما در این مورد چیه؟ آقای خسرو بهرامی گفته که اگر مسلمان بود الان این ترامپ پدر همه رو در می آورد، ولی چون بهاییه و بهایی ها نفوذ دارن هم تو مجلس هم تو کاخ سفید، صداشون در نمیاد. و شما تا امروز دیدید که یک آمریکایی مسیحی وقتی میره تو کلیسا، میره این ور اون ور، تو مدرسه تو سینما بچه میکشه، بگن یک مسیحی رفت؟ ولی مسلمان فوری میگن مسلمان، بهایی صداش در نمیاره. تازه روز اولم فوری اونا میبندن و قضاوت میکنن، ولی برای اینا میگن حالا باید ببینیم چه خبر، فرداش میگن که این از قبلم مشکلات روانی داشته، پس فردا به دست فراموشی سپرده میشه. برنامه من همینجا تموم میشه. خوب بد همینه که داریم، what you see it's what you get. امیدوارم شما هم بتونید از این برنامه ها استفاده کنید. مرسی از برنامه خوب، خیلی ممنون. من ممنونم که شما بیننده ما هستید و من از شماها ممنون و متشکرم. اینجا یه خیابون دو طرف است، هر جای دنیا که هستید خوب خوش سلامت باشید، که هیچ چیزی به اندازه خوبی و خوشی و سلامتی ارزش نداره. شما میلیون ها دلار داشته باش ولی امروز پا درد کنه نتونی راه بری، مجبور بشی بشینی،
از تمام این میلیون دلارها نمیتونی استفاده کنی. راجع به شارلاتانی ترامپ گفتم، ترامپ احمق دو هفته خفه نگه داشته بودن، ساکت نگهش داشتن، دیروز زبانش باز شد و کاری کرد که خودش و وکیلش و اینا رو همه رو ممکنه ببره سراغ کریمینال، یعنی جرمای جنحه و جنایی و اینها. هر وقت این کارو میکنه من یاده کتاب دوم میفتم، دو تا لاک پشت، دو تا اردک که اومدن یه لاک پشتی رو بردن پرواز کنه و از اون بالا چون میخواست به دیگران جواب بده افتاد و اصلا نابود شد. پس میشه گفت لعنت به زبانی که بیهوده یا بیموقع باز شود. حالا ما تلویزیون چیا که همیشه بیموقع داریم از اون میخونیم، اون وقتا میگفتن خروسی که بیموقع از اون بخوره بخونه سرش رو میبرن، چون صاحبش رو هی بیدار میکنه. در صورت نمیدونم، انقدر داریم گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. خوشحالم که آقای ارشاد برنامه‌هاش ادامه داره و حالش هم بهتره. روز روزگار بر شما عزیزان خوش. مرسی.